دوستان عزیز، با سلام به شما، با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. بگید ببینیم که چه خبر از ایران، چه خبر از دنیا و آمریکا هم که نگو و نپرس. همین الان که من و شما اینجا نشستیم در مجلس، این دادستان کل کشور رو جنرال اترنی ای جی آمش میگه اترنی جنرال دارن کبابش میکنن. اینجا وقتی یه نفر میارن استیضاح میکنن، مورد سوال و جواب قرار میدن، میگن گریلش میکنن. گریل همون منقل، اینجا میگن گریلر. در صورت اینم که بلد دروغ میگه، هیچ عیبی نداره. آقای مانی خورسندی میگه تقریبا سلام مانی جان، یه سوالی از شما دارم. من از وقتی اومدم اینجا شماره تلفن داداشت رو ندارم، از داداشت سوال کن یا خودت نظرتو بگو اگر ازش پرسیدی. بذار تا اینجا هستی شما، گفت این نقد بگیر و نسیه بر باد بده. بله، که همه زندگی ما به خاطر نسیهایی که دادیم و گرفتیم از بین رفته و به اینجا رسیدیم. این دوستمون آقا سعید یک نوشته ای رو برای ما فرستاد و گفت این درسته. گفتم والا این روزا خبر ندارم. به به، خیلی ممنون سعیدم، به اصطلاح برنامه ما رو شیر میکنه با دوستان. شما هم لطف کنید دوستان برنامه رو شیر کنید. اون زیر تصویر میگه اگر فکر میکنی ما نیستیم، ما هستیم. نه دیگه، شما خودت گفتی سنت از من 10 سال بزرگتره، پس برادر بزرگ هستی تو آمریکا و کانادا و دنیا هم که بیگ برادر یا برادر بزرگ همیشه داره شما رو واچ میکنه. خود آمریکایی‌ها اینجوری میکنن دستشون، یعنی من دوتا چشمم دارم نگاه میکنم. I am watching you. خب بذار من این نوشته که با عکس داداشتم هست بهت نشون بدم. من چون بارها چیزایی رو به اسم ایشون دیدم، مثلا شعری که به اعراب توهین میکنن و اینها، و ایشون آمده گفته که من به اصطلاح همچین چیزی رو نگفتم. بذارید حالا اینجا شخصی به نام حمید رضا اسپی، نمیدونم والا این فیسبوک بابا باید اسم و فامیل تو بذاری تا مردم بتونن پیدات کنن. حمید رضا اسپی، خب اینو گذاشته من به شما نشون بدم که شما اگه خواستی بعدم باهاش تماس بگیری بگی آقا نکن این کارا رو، این دروغه، خطاست، هرچی، تماس بگیری. این بالا هست حمید رضا SP. حمید رضا هم یک کلمه نوشتن که به کار بسیار غلطی، چون حمید رضا که به هم نچسبیده تو فارسی، حمید جداست، رضا جدا. اینم از این. بله خیلی ممنون آقای نیساری عزیزم اینجاست، آقای غلام حسین مصباح هم اینجاست. بله اینجا ادعا میکنه که هادی خورسندی نوشته اعترافاتی قشنگ برای لومپنهای مشنگ. اینم نوشتار این دوست، اعترافاتی قشنگ برای لومپنهای مشنگ. میگه هادی خورسندی شاعر طنز پرداز، از قول اون نوشته: من پشیمانم که چرا وقتی شاپور بختیار آمد و دولت را گرفت باز من همراه انقلابیون بودم. شعر خدا یک شب به خواب شاه آمد در حمایت از خمینی بود. امروز فکر می کنم کار غلطی کردم که اون شعر را سرودم. بله من هم فریفته انقلاب شدم در دوره شاه هم، که خب ما تون می نوشتیم، یک بار هم ساواک منو نخواست. شما نظرتون در این باره چیست آقای مانی خورسندی؟ از این نوشته ها میدونم درباره افراد معروف زیاد پخش میشه و متاسفانه
بعد از اینکه چند نفر هی میگن آقا این دروغه، این غلطه، فلان، بعد دیگه اونا خسته میشن و این پخش میشه و به حقیقت میپیونده. حالا فرض کنیم که آقای هادی خورسندی چنین بوده، اونجور فکر میکرده، خب بالاخره نشون میده که شاه انقدر افراد رو در به اصطلاح فشار قرار داده بوده که نمیذاشته اینها تحقیق کنن، اینا بفهمن. من نمیدونم این شاه اللهی ها از جون مردم چی میخوان. اولا تکلیفتون رو با خودتون معلوم کنید، این مردم میفهمیدن یا نادان بودن؟ نمیفهمیدن. اگه نادان بودن که این نتیجه 57 سال حکومت شاه و پدرش بوده. اگه میفهمیدن که خب فهمیدن این کار رو انجام دادن، دیگه شما چرا ناراحتی؟ اگه فکر میکنید مردم انجام دادن، اگه باور دارید آقای کارتر پول داده و فلان، که او اصلا فلسفه غلط میشه دیگه، صورت مسئله که غلط شد، حالا شما دیگه هر چی میخوای حلش کنی درست نمیشه. بله، هادی گفته در جو انقلاب من هم داخل مردم شدم. خب دوست عزیز، اون کجا و این کجا؟ اولا سلام من رو بهش برسون، چون هادی خودش گفت که یه جایی تو تگزاس گویا اومده بود برنامه بذاره، یکی گفت بود آقا برنامه عالی، فقط شما چرا میگی سلام؟ گفت خوب که صحبت کرد و فلان اینا، بعد آخرش گفت سلام فلانی رو برسون. گفتم آقا تو که به من میگی بگو درود، حالا خودت میگی سلام برسون. شما سلام ایشون رو برسون و بگو که اگه دوست داشته باشه، اولا توی برنامه دو سه تا برنامه با ایشون داشتم، توی برنامه مهمون ما باشه، از طرف من شما وکیل دعوتشون کن. بعدم درباره این نوشته ها چیه؟ آقا اینا انقدر نادانن که نمیذارن مردم آزادانه بیان بگن آقا در اون جو منم جوگیر شدم، اشتباه کردم، شاید منم اگه تو ارتش نبودم به مردم بیپیوستم و رفتم. خیلی از ارتشی ها تو هوا برد اسلحه رو برداشتن رفتن. من یادم یکی از دوستامون بچه استعبانات بود، رفت، بعدم بعد انقلاب فردای انقلاب برگشت گفت خدا خواست که من از این اسلحه استفاده نکردم. یعنی آماده بود که با اسلحه دوره شاه و ارتش شاه بیاد بر علیه خود به اصطلاح ارتشی ها استفاده کنه. بله، خب این ماجرای ترامپ که در 800 روز گذشته بیش از 10,000 دروغ گفته. من میخوام ببینم افرادی مثل دکتر رضا سلامی و دیگر دوستان، بابک هروی هم یه مدت طرفدار ترامپ شده بود، نمیدونم هنوز هم هست یا دست کشیده، اینا واقعا چی فکر میکنن؟ شما چجوری میتونید به یه نفر که توی 800 روز 10,000 تا بیش از 10,000 تا دروغ گفته اطمینان کنید؟ خب بیان به ما هم بگید، بیان به ما هم بگید. طرف گفت دیشب، گفت اگر به ترامپ برای هر یه دروغ $1 میدادن، میومد میگفت من الان بیلیونرم. یعنی بازم دروغ میگفت، به جایی که بگه من $10,000 دارم، بازم میگفت من بیلیونرم. آقا اینی که از شفافیت دولت صحبت میکرد، الان رفته دنبال کپیتال وان و دنبال دوچه بانک، سوشون کرده برده چون دادگاه که شما کاغذهای من و برگه‌های مالیاتی من و اینها رو به مردم آمریکا نشون ندید، به نمایندگان مردم آمریکا در مجلس تحویل ندید. خب این چه نوع شفافیتیه؟ الان هم تو مجلس که نشستن، دموکرات‌ها سوالایی که میکنن از این آقا درسته، میگن آقا این 480 صفحه گزارش این که 30 میلیون خرج مردم شده، کجاش نوشته این مبرا است؟ بعد ریپابلیکن ها که میان میگه راستی چرا اوباما نرفت دنبال روسیه؟ طرفم مسخرهشون که گفت شما هنوز دنبال اوباما هستید، هنوز دنبال نامه های کلینتون هستید، هیلری کلینتون هستید، داره انتخابات 2020 میاد، روسیه داره به ریشتون میخنده و دوباره هم میخواد دخالت کنه در انتخابات، نمیدون. بله میگه چه حتما چقدر میدی؟ آقا هر چی گیر من میاد 50% میدم به شما. خوبه، شریکیم دیگه، هر چی ما ساختیم 50% میدیم به شما، ولی یادت باشه اگر ریاضیاتت خوب باشه 50% زیرو میشه زیرو، 99% زیرو میشه زیرو و این مشکل ماست، زیرو.
دیگه حالا برای دوستان اتوماتیک وار میفرستم که این پیام به صورت اتوماتیک پخش میشه و چیز کنید. سعید اعتراض کرده آقا چرا میگی 10,000 تا؟ تا امروز تا ظهر 10,111 تا. باورتون میشه برای یه آدمی بیان یه وبسایت درست کنن که هر چیزی رو دروغ گفت، هر چیزی رو تحریف کرد، هر چیزی رو عوض کرد، اینا بشمارن. اینا آقا این دلیلش، این قبلش 10,111 تا. بیا اون وقتا بدهی ایرانی ها رو میشمردن. حالا این صفحه سی ان ان هم هست دیگه، مثل او آی ریپورت و سی ان ان فلان نیست. بفهم آقای دکتر سلامی برنامه رو اگه میبینی بفهم. پرزیدنت ترامپ فالس اور میسلیدینگ کلیم. فالس یعنی غلط، میسلیدینگ یعنی دروغ گفتن و به اصطلاح چی میگن، مردم رو پیچوندن. ترامپ سورپاسز یعنی رفت بالاتر از 10,000 تا. فالس اور میسلیدینگ کلیم که این دوست ما نوشته بود، من به امید روزی نشستم که این 100 تا حرف حقیقت بزنه. گفتم آقا عمرتو بی خود تلف نکن، اینجا میگن نفستو نگه ندار. ترامپ هر آشغالی باشه باز ایرانی ها دورش هستن. خب اون دیگه مجبوره چی میگن، مسئولش خودشون هستن، کاری به ما نداره. ولی شما نظرت چیه؟ من نظرم چیه؟ این ما هم مهمیم دیگه، نیستیم آقای زمانی ها؟ بله. خب خیلی ممنون از سعید که هم اون دیروز نوشته اون آقا رو برای ما فرستاده بود، هم امروز برنامه اون شیر کرد، هم امروز این به اصطلاح نوشت که 10,111 تاست. خب و اما ببینیم برای شما چی گذاشتیم. این آقای خزائی هم که انگار نه انگار که ما اینجا بهش صحبت میکنیم، همینجوری چپ و راست برای ما از زمین و آسمون و اینها میفرسه، با ایمیل میفرسه، با فیسبوک میفرسه، با تکس میفرسه، با تکس اون شماره 949 میفرسه، با شماره یکی دیگه میفرسه، نمیدونم دیگه چی کار کنم. بله اینم از این. و ببخشید هر آشغالی هم دستش میاد میفرسه، نه اینکه خبرهایی که مثلا در رابطه با ما ایرانی ها باشه و اینها. این دوست ما پتیک در اون محله خودشون یه مبلغ پولی رو پیدا کرده و دیروز دیدم یه کاغذی چسبونده رو در چیز، نوشته هر کسی چیزی گم کرده بیاد به منیجر مراجعه کنه. something اگر چیزی، یعنی اگر چیزی گم کرده بیاد. گفتم که ماجرا چیه؟ گفت که من یه پولی پیدا کردم و میخوام صاحبش رو پیدا کنم. گفتم خب بنویس کسی اگه پول گم کرده، چون اینجوری اگه سگم گم کرده باشه میاد میخواد ببینه سگش شما پیدا نکردی، گربش هم گم شده باشه میخواد ببینه پیدا نکردی و الی آخر. و اما برای من تعریف کرد، گفت یه شریکی داره یا داشته این آقای پتیک و چند مدت پیش، چند سال پیش 2,000 دلار پول گم کرده و یک آقای یهودی، تأکیدم کرد یهودی نه جود، جود با جهود هم فکر کنم فرق میکنه، یک آقای یهودی این پولو پیدا کرده بود و با ایشون تماس میگیره و پول که میده شریک پتیک 200 دلار میده به اون طرف پاداش جایزه. میگه انقدر خوشحال شد از این 200 دلار که نگو و نپرس. گفتم ببین اینجا هستا، میگن انسان شریف، آدم شریف اینه. این میتونست 2,000 دلار رو بکشه بالا، ولی میگه آقا این پول مال من نیست، حالا شما هر چی میخوای بگو. بعد وقتی طرف میاد بهش 200 دلار میده اینقدر خوشحال میشه، یعنی پول احتیاج داشته ولی با همه احتیاج حاضر نیست دست به اون 2,000 دلار بزن. من و شما این کار رو انجام میدیم توی ایران، نشون میده یه نفر کیفش باز میشه تو خیابون، پولا میرزه از کیفش، طرف ور میداره میده و میره تو فروشگاه، اون یکی دیگه دو تا سه تاشو ور میداره میذاره تو جیبش، بعد صداش میزنه که بیا باز بود. البته خیلی هم صداش میزنن میگن آقا کیفت ریخ، وای میسن کمکش میکنن پول میرزن. هنوز انسانهای خوب هم پیدا میشه. این هم از این ماجرا. شما نظرتون چیه؟ و اجازه بدید که ما این دوستان رو
اون وقتا یک کلید میزدیم همه رو دعوت میکرد، دوستانی که اینجا هستین لطف کنین خودتون اون کلید، اینا مسخره کردن، یه بار میزنه فرند بعد میزنه فالو. خب راست هم میگه، ممکن من و شما با یک کسایی دوست باشیم ولی نخواهیم راهشون رو دنبال کنیم، ولی این مسئله راه نیست، این مسئله برنامه ها و نوشته ها. شما اگر اون کلمه فالو یا دنبال کردن رو کلیک کنی، وقتی ما میایم به شما میگه این سربی دیوانه آمد، شما هم اگه از دیوانه ها خوشتون میاد بیاین به جمع دیوانه ها بپیوندی. بتیک میگه کیکاگو جون، روزهای چهارشنبه روز بخت آزمایی بود و حالا تو آمریکا شده بخت آزمایی من. یه خانم مسنی میاد این شیشه های آبجو، قوطی های نوشابه و اینها رو تو ایران بهش میگن بازیابی ضایعات، اینجا بهش میگن ریسایکل. اینا رو بعد میگه هر چی ریسایکل نوشابه و آبجو هست میدم و میدم بهش و به انضمام یه مبلغ ناچیزی که وقتی که این کار رو انجام میدم مثل اینکه دنیا رو به من دادن. گفتم برای اونایی که پولدارن ولی به دیگران کمک نمیکنن خیلی متاسفم که این لذت بخشش رو مزه نمیکنن. شاید فقط اونا براشون لذت پول در آوردن مهمه، ولی این بخشش به یه کسی کمک کردن و اینها یه لذتی داره. امتحان کنید، از امروز به تلویزیون مردم کمک کنید، حمایت کنید، ببینیم چی میشه. Hi everyone, I came back. خیلی خوش آمد. خب ببینیم که چی میگه. این آقای فرخ سپهرار نوشته بود که I came back. این هم 10,000 لای. ببینید که رئیس جمهور، والا ما اون وقتا 2 هفته 3 هفته اصلا خبر نداشتیم که این اوباما هستش نیستش کجا هست. حالا نگاه کنید شب که میشه از این کانال میزنی به اون کانال، اون یکی داره مسخرش میکنه، میزنی به اون کانال اون یکی داره مسخرش میکنه، ولی همه میدونن که ترامپ خوشش میاد. ترامپ یا آدم مریضیه، اینجا بهش میگن آنارسیست، میگن چی میگن؟ نارسیسیست یا نارسیسیست، خودشیفتن. حتی من الان این دوتا عکس گذاشته اینجا اینو نشون میدن، این دو برابر خوشحال میشه. گوش کنید ببینین آقای استیون کولبر و چیای دیگر کمدین ها شب چی میگن. بیا دیگه تا مرا اینقدر میچرخی مثل آتش گردون بود میچرخوندنش. اینا رو فکر کنم وقتی که G5 شروع بشه از بین میره، اینترنت G5 البته، یا 5G ببخشید 5G که چینا فعلا داره و داره روش کار میکنه و آمریکا نسبتاً عقبه. آقای فاطمی خیلی خوش آمدید، کجا بودی آقا؟ این هم داره میچرخه همجور. کاش که من این ویدیو رو ضبط کرده بودم بعداً نشون میدادم. بله نمیاد، ولش کنید، خودتون برید روی CNN بزنید که بله کامیکس مارک این واشنگتن پست ریپورت اباوت ترامپ 10,000 لایز. میخوام من لینکشو براتون اینجا میذارم بعدن نگاه کنید، توی فیسبوک میذارم بعدن نگاه کنید. گاهی وقتا ممکنه با اون سروری که ما وصل میشیم مثلا مشغول باشه، ولی سروری که شما از انگلستان از کانادا از جای دیگه وصل میشین مشغول نباشه. در اصل لینکش رو گذاشتم توی قسمت کامنت های فیسبوک صفحه شخصی خود من که به نام پارسا سوربی هست، یکی هم داریم به نام مردم تیوی. خب اینو دیدیم نشد ببینیم، میریم سراغ احترام به آموزگار. قبل از این من میخوام یه ویدیویی رو به شما نشون بدم، حتما آقای سبا تبار رو شما میشناسید. سبا تبار من از سال 2001 که رفتم تلویزیون رنگارنگ و ایشون زنگ میزد از کانادا، شعر میگفت، داستان تعریف میکرد، فعالیت میکرد. بعدن حتی همسرش خانم ناهید تبار ما براش یه آگهی درست کردیم و اینها، بعد اون بنده خدا فوت شد و اینها. میتونم بگم 17-18 سال ایشون رو میشناسم و دورا دور باش در تماس هستم. آدم فعالی، در همه رشته ها فعالیت میکنه. خیلی خوشحالم
تا از برنامه‌ای که میسازه از آهنگ گرفته تا اینکه بره مشکلات جامعه رو بگه تا به اینکه به دیگران کمک کنه و اینها. الان دیروز یه دفعه برنامه نسبتا جدیدی هست توی فیسبوک که وقتی شما یه ویدیو رو میبینید به صورت واچ پاری، یعنی بیاین تماشا همگی با هم بریم و اینها، برای من فرستادن و من نگاه کردم دیدم دو تا دکتر ایرانی، اونها هم نسبتا جوان، درباره موضوع مهاجرت صحبت میکنن و واقعا دیدم چقدر قشنگ اون چیزی رو که من باور داشتم اینا بهش رسیدن و به مردم میگن نکنید این کارو. یه آقای عابدی اگه اشتباه نکنم که حالا سعی میکنم توی برنامه هم با ایشون صحبت کنم، میگه چند تا سیمش کمه، هاها سیم کی کمه؟ سیم ترامپ که خیلی، اگه هشت سیلند باشه من فکر نمیکنم یه سیلندش بیشتر کار کنه، اونم تپ تپ میکنه، بنزین سوخته بیرون میده. بمانه این دکتر عابدی و اون دکتر صدقی یا هر کی فامیلیشون، قرار شد بعدن سوا زیر ویدیو بنویسه، متاسفانه برای من ویدیویی که فرستاده ننوشته. من این ویدیو رو بعد از برنامه خودم براتون پخش میکنم، تو شماره تلفن و اینها میگه تماس بگیرید. چقدر قشنگ اینا میگن که اولا خب انگار همه، به نظر میرسه که همه میخوان از ایران بیان بیرون. میگه خانم آقا شما اگه تو ایران مشکل داری، اگه مشکل تو ایران حل نکنی بیای بیرون، این مشکل صد برابر میشه. حالا چرا گفتم این ویدیو رو من پخش نمی کنم، احترام به آموزگار که دوستمون از خلیج فارس فرستاده، تا اول ویدیوی آقای سبا تبار و این دوستانش رو پخش کنم. بله آقای دکتر مهدی عابدی، خیلی ممنون. بله ایشون وقتی که من نوشته بودم که تبا فکر کنم با ت دو نقطه است، این ما هم خیلی مشکل داریم تا ت دسته دار، حتی تهرانی که میخوایم بنویسیم اون وقتا حیات بعضیا با ت دو نقطه مینوشتن، بعد میگو این یعنی عمر، اون یکی حیات با تا یعنی حیات با چی میگن خونه و اینها. در اصل بله سبا تبار از کانادا، این آقای دکترم دکتر عابدی هست که سعی میکنم حتما توی برنامه باشون مصاحبه کنم و اگر از این ویدیوها درست کنن و به اصطلاح بخوان از تلویزیون مردم هم پخش کنیم. و امروز قرار بود با خانم دکتر زنوسی هم یه برنامه داشته باشیم. دکتر زنوسی برای من نوشت که آقای صبحی قرار بود ما 11 ملاقات کنیم، این عکس ها رو به شما بدم، 2 بعد از ظهر مصاحبه کنیم. من یکی از مریضام که مرض قند داره به اصطلاح قندش اوت کرده، چرا میگفتن اوت کرده یعنی باید خارج شده باشه، یعنی زده بالا یا زده پایین نمیدونه. این ماجرای قندم دو نوعه، یکیشون از کمی یکیشون از زیادی رنج میبره. برای ایشون نوشتم اول، آمریکایی‌ها میگن first thing first، اول شما برو به مریضا برس. این دوستان ما درسته مریض داریم، دیوانه داریم، همه جور داریم، ولی الحمدلله سالمن که میتونن برنامه نگاه کنن بعدن بیان. قرار هفته آینده احتمالاً سه شنبه که نه چهار شنبه با ایشون باشین، چون رفتن ایران و برگشتن و میخوان یه گزارشی بدن از به اصطلاح کارهایی که انجام دادن. خب بیش از این منتظرتون نذارم، این ویدیوی آقای سبا رو با این دوستان بهتون نشون میدم با سرعت و یکی دو تا ایراد داره. به خود سبا هم گفتم، خندید و نوشت که من یاد میگیرم وقتی که دوستان ایرادات من رو میگیرن. گفتم ما هم به همین خاطر شما رو دوست داریم و سالهاست دست از سرت بر نمیداریم. اولا خیلی خوشحالم دنباله همون نصیحت هایی که ما کردیم، دوربین رو از این ور بگیر، یه جا بگیر برای دوربین، با دستت نگیر، فلان اینها، الان دوربین رو افقی قرار میدن، یه جایی میشینن. ولی شما دقت کنین ببینید شما هم همین مشکلی رو که من حس میکنم و به شما میگم دارید یا نه. از اول شروع کنیم. بفرمایید آقای سبا. من به عزیز فراوان خدمت بینندگان عزیز
خوش اومدید به سواشو با دکتر آبادی عزیز و دکتر سه. برنامه این شب در رابطه با جامعه شناسی و روان شناسی مهاجرته. ببخشید شما این برنامه رو قبلا اعلام نکردیم، یه موقعی ناخونده وارد خونه های دل شما شدیم و یه داغ 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 به دست خود داریم برای شما با دو تا دکتر. خب این ویدیو رو من بعد از ویدیو خودم برنامه خودم براتون پخش میکنم، ولی شما هم متوجه شدید؟ من نمیدونم، واقعا نمیدونم این چه دردیه که دوچار دوستانی که ویدیو درست میکنن شده که میخوان اوپنینگ داشته باشن. اوپنینگ هیچ اشکالی نداره، ما هم داشتیم، میای یه موزیکی یه دقیقه کمتر 45 ثانیه 30 ثانیه میذاری، این شروع میکنه، بعد شما میای کلوزینگ هم داره، وقتی شما خداحافظی میکنی با موزیک میاد. ولی این که شما دست تنها نشستی اونجا، این دو نفر نشستن اونجا به شما احترام گذاشتن آمدن، یا شما به اونا احترام گذاشتی، این چیه که حواست باید تو حالا این رادیو ضبط باشه، صداش کم کنی؟ بعد ببینید دوستان، دیگه تعارف که ندارید. خب ایشون با این دوربینا با این تلفونا فیلم برداری میکنه. معمولا این روزا هم شما 5 تا تلفن، تلفن‌ها رو هم بهت میدن unlimited 125 دلار، یعنی ماهی 25 دلار هر چی دلت میخواد حرف بزن، هر چی دلت میخواد تصادف کن، هر چی دلت میخواد موزیک پخش کن، هر چی هم دلت میخواد گمش کن، برو شماره دومی، برو سومی، ماهی 125 دلار. من یادم اون موقع ماهی 200 دلار ما میدادیم، یه قوطی اینقدی میگرفتیم، روشنش میکردیم، یه دقیقه حرف میزدیم، تند خاموشش میکردیم، آخر ماه هم باز 200 دلار 300 دلار اضافه تر از اون میگرفتن. خب این یکی از محاسن آمریکا تکنولوژی اینه که هی ارزون میشه. حالا شما وقتی که صدای موزیک رو روشن میکنی، صدای این از پایین این دو از پایین این میاد، شما اینو گذاشتی به طرف اون یه تلفن دیگه که داره ضبط میکنه، صدای شما دورتر از صدای اینه، بعد میبینی حالا تازه صدای اون داره آزارت میده، حالا میگیریش میچرخونیش اون آقای دکتره، نگاه کنید به قیافه آقای دکتر عابدی، آقا نکنید این کارو. دو نفر اومدید، یه وقت تنها هستی میخوای اینو روشن کنی، بری یه شمعی هم روشن کنی، این آقای زرابی این کارو میکنه که اونم 4 دقیقه 5 داره، این بوی گندم مال من، هر چی که کاشتم مال تو، پدر همه رو در میاره، از انتظار بعد میاد میشینه حرف میزنه. آقا ما هر کدوممون اگه بخوایم آهنگ گوش کنیم، میزنیم گوگوش آهنگ دو پنجره، ستار همسفر، هایده نمیدونم شیرین شیرین، با صدای خوب، با بلندگوهای خوب، بلندگو به این بزرگی، بلندگو به این بزرگی استریو گوش میدیم. میبینید شما، حالا ببخشیدا ما ننشستیم محتاج و بدبخت و در به در که شما بیای با یه تلفن اینجوری، اینم تبلیغ خود این تلفن ها، مسخره میکنن همدیگر رو، سامسونگ آیفون رو مسخره میکنه، میگه چرا صدات بده، چرا صدات مثل سربی گرفته، میگه برای که من دهنم یا بلنگوم زیر کونمه، برای که این بل پایینه اینجوریه. شما دیدید بعضی وقت میخوان با اسپیکر صحبت کنن تلفن رو اینجوری میگیرن. حالا این اشکال فقط بین ایرانی های تنها نیست، شما گزارش های مجلس رو نگاه کنید، خبرنگاره من اینجا وقتی میرم به بعضی هاشون دوستم میشناسم، بهشون میگم اینجوری میگیره تلفن رو رو به خودش، صدای نفس نفس دویده آمده، حالا رسته به یک نماینده مجلسی میاد، اون نماینده مجلسه اینجا که صحبت میکنه هیچ میکروفونی نیست، به شوخی دستش میگیرم میچرخونم میگم سوراخت اینجاست. در هر صورت صدای فن میاد، صدای پنکه میاد، صدای موزیک میاد. حالا میخوام چون سبا تبار آدم دوست داشتنیه و بهش احترام میذارم، میخوام بهش بگم شما تنها نیستی،
اون روز هم دیدید فیلم سد کرخر که ما نشون دادیم، گفتم بابا داره گزارش میده از سد، تازه باید بیاد یا این صدای آب و اینا رو هم یه جوری کم کنه. دیدید میکروفونا رو مثل یه بستنی، مثل یه قیف بستنی انقدی یه چیزی سرشه، فیلتره. این فیلتر برای اینه که طرف بلندتر صحبت کنه که صدای ماشین اون بر خیابون، صدای آب آبشار نیاد. حالا اینا میان موزیک اضافه میکنن روش. آقا اگه وقتی یه کسی حرف میزد با پخش موزیک توجه بیشتری جلب میکرد، همه این برنامه‌ای که شما میبینید موزیک پخش میکردن. موزیک جای پخش میکنن که میخوان بگن اون قسمت مهم نیست، موزیک مهمتره، یا 50% اون مهمه، 50% این موزیک مهمه. این بیچاره آقای کاظم داوودیان تو این شهر به آدم بد اخلاق معروف شده. میگم آقا بد اخلاق نیست، درست میگه. میگه شما اگه من آوردید اینجا براتون سنتور بزنم، وقتی من شروع میکنم، حالا روش نمیشه بگه خفشید، هم حرف نزنید هم نخورید، هی این قاشق چنگاله به هم میزنن، خب بنده خدا نوت و ردیف و کی و اینا یادش میره. خب باید یه کسایی بگن اینا رو. چرا من میگم؟ برای که از آقای عابدی دیروز یاد گرفتم، گفت آقا یه مدتی همه هزیتیت میکردن که نگن. هزیتیت یعنی خودداری. حالا بگم، دیدید حتی اون شاملو گفت اگر بگم زبانم میسوزه، نگم مغز استخوانم میسوزه. خب بعض وقتا بهتر آدم زبانش میسوزه. این لامصب زبان چیه؟ میخوری یه چیزی زبان خودت میجوی یا میسوزه، پس فردا دوباره خوب میشه. بماند، برنامه بسیار خوبیه در رابطه با مهاجرت. محاسنات مهاجرت رو میگه، معایب مهاجرت رو میگه، توضیح میده که افراد چندین نوع هستن. یکیش تا پاش میرسه اینجا اسمش رو که عوض میکنه، اگر اسمش حسن علیه بهش گفتی حسن علی ناراحت میشه، میگه من آنتونیو هستم، تونی هستم، نمیدونم کریس هستم، موریس هستم. نمیدونه آقا این موریس همون موریس عنکبوت ایرانیه. موریس یعنی مور ریسیدن. حالا فرانسوی ها فکر میکنن اونا مال اونان، ولی مال چیز هست، مال ایرانیه اسم کلمه موریس، موریس، موریسیدن. بماند، این فیلم رو من براتون بعد از برنامه خودم نشون میدم، لینکش رو هم سبا فرستاده براتون اینجا میذارم. چرا؟ من همیشه اونایی که زحمت میکشن یک کاری انجام میدن نمیگم بذار من یه لینکش رو بگیرم نشون بدم که اگه 10 نفر اینجا میبینن نکنه شماره اون 10 تا بره بالا. خب 10 تا بره بالا، 100 تا بره بالا. برگردیم به اون فیلمی که از سد کرخه بهتون نشون دادم. پتی گو آقا از کی ما اینو گفتیم تا امروز؟ از دوشنبه تا امروز، هنوز 48 ساعت هم نشده بود اون موقع، 27 نفر بیشتر نرفتن نگاه کنن، شماره بیشتر نرفته بالا. ولی اگر ببخشید قنبل بود و سینه و کپل بود، هزاران نفر میرفتن. گفتم پتی جان من که بارها بهت گفتم پسره با دوستاش رفتن مشروب خوردن، بعد رفتن بوریتو خوردن، به قول این آقای علی پورتاش گفت یه خوراکی اسمش نچوسه، نچوس رو میگن نچوس، گفت بهت میدن میخوری، بعدم میگن نچوس، میگم آقا میشه با این همه لوبیا؟ بمانه. بعد این پسره میاد فندک میگیره دم کونش، گاز که در میره، خب این گاز همون اوضاع ما گاز متان، فکر کنم گاز متانی که توی ایران توی اون مسجد چی بوده با یه شمع روشن میشده تو اصفهان، اصفهان به دلیل اینکه فاضلاب نداره و به خاطر بغل رودخونه بوده، این به اصطلاح فضولات و مدفوعات و اینها گازاش در سطح بوده، این از اون استفاده میکرده، یه حمامو هم گرم میکرده هم روشن. خب این آقای میلیون ها نفر نگاه میکنن که یه پسری مست کرده حالا اومده فندک میزنه دم قنبل خودش آتیش میگیره. خب ما چی کار میتونیم بکنیم؟ هیچی. ولی یه نکته رو بهتون بگم، وقتی یه فیلمی رو این همین فیلم آقای سبا، فکر چی بکنین آقای سبا این فیلم رو برای من فرستاده، من میرم ورش میدارم میزنش تو سیستم من، حالا هرچی من نشون بدم که دیگه شماره این بالا نمیره،
یه مثال ساده تر براتون بزنم. اون وقتا بلاکباستر بود، بعد نمیدونم الان رد اومده چیه، میری یه ویدیو کرایه میکنی. شما فکر کن یه ویدیو کرایه میکنین، میایم همه شما رو دعوت میکنم خونه، میشینیم یه ویدیو رو نگاه میکنیم، این ویدیو رو برمیگردونیم اونجا، برای اون یکی حساب میشه، میگه این ویدیو رو سوربی کرایه کرد، یه شب یه نفر نگاه کرد، ماکسیموم دو نفر، ماکسیموم چهار نفر، ولی نمیدونه 40 نفر الان برنامه های کشتی و مسابقه های بوکس و فوتبال و اینها، آمریکایی هم همین کارو میکنن، دوستاشون رو جمع میکنن، 70 دلار، 80 دلار، 30 دلار، 40 دلار، هرچی که پول پی پر ویو هست. خدا بگم این مهدی دوست ما رو چیکار کنه، میگم من پر ویو دارم، میگفتم آقا پی پر ویو، میگو خب من که پی نمیکنم، قاچاقی نگاه میکنم میشه پر ویو. بمانه جمع میشن یه جا، چیپس و نمیدونم سالسا و سالاد و مالاد و خوراک و سوسیس و آبجو و اینها، و یه برنامه ای رو که از کاکس میگیرن یا از ورایزن میگیرن نگاه میکنن. شما اگه به کاکس و ورایزن بگی چند میلیون نفر اینو دیدن، اون بر اساس اونایی که کرایه کردن به شما میگه. اگه میگه 11 میلیون نفر، باور کن 100 میلیون نفر هم بیشتره، چون هر کدومشون که رفتن بیشتر از 10 نفر باهاشون بودن. من شنیدم به همین دلیل شما یوتیوب رو وقتی میذاری تو فیسبوک آدرسش عوض میشه. حالا اگه من یه به اصطلاح ویدیو رو از یوتیوب بگیرم بذارم روی فیسبوک 100 نفر نگاه کنن، اونجا همون یه باری که فیسبوک آورده گذاشته حساب میشه. این برداشت منه و تحقیق کردم، نگاه کردم جایی که میرم که کامپیوترها RPI مختلف داره و اینها، زدم مثلا 5 تا زدم یه ویدیو رو نگاه کنم، میبینم بالا نمیره شماره، نشون میده که چون رو فیسبوکه یک شماره فقط میاندازد. این هم از این ماجرا. خب آقای بابک اسحاقی اینجاست. من بابک اسحاقی رو از طریق شعرهای خوبش شناختم، وقتی با ایشون یک یا دو بار مصاحبه داشتم متاسفانه متوجه شدم ایشون به خاطر اون تعلقی که به دین کلیمیت و یهودی داره، درست مثل اونها نجات پرسته، درست مثل اونها حاضر بچه هایی که اصلا نمیدونن فلسطین چیه، مسلمونی چیه، عرب چیه، کشته بشن، ولی این دوستان اسرائیلی هی این کشور رو توسعه بدن، کشوری که تا امروز مرزش معلوم نیست. آقای بابک اسحاقی اگر من دروغ میگم یا اشتباه میکنم، اگر شما نجات پرست نیستی، اگه شما کلیمی نیستی که باور نداری، اگه کلیمی هستی که باور نداری شما قوم انتخاب شده هستی، بیاین با هم صحبت کنیم. ولی من فکر میکنم شما کلیمی هستین، یهودی هستین، که خیلی از کلیمی ها از دست شما ها آزرده هستن و میگن که اینها حتی تورات و کتاب خودمون رو قبول ندارن. من کتاب شما نگفته که شما قوم سرگردانین، من کتاب شما نگفته چون به پیغمبرت موسی به اصطلاح نمیخوام بگیم خیانت کردید، بدرفتاری کردید، شما تنبیه شدین، یه جاده 2 هفته ای رو 40 سال دور خودتون چرخیدید، خب چرا قبول نمیکنید؟ شادم من نمیدونم، در اصل خوشحال میشم که با تون مصاحبه مجددن داشته باشم، ولی این بار یه مقداری ما مهمونا که میان اینجا رعایت میکنیم، خیلی سخت نمیگیریم، بعضی وقتا متاسفانه این دوستان سوء استفاده میکنن. و اما چرا من گفتم صبر کنید اول این فیلم آقای سبا تبا رو به شما نشون بدم با دوستانشون، بعد بریم سراغ آموزگار خوب، که این دوستمون، یا احترام به آموزگار، که این ویدیو رو دوستمون از خلیج فارس فرستاده. با دقت نگاه کنیم، 3-4 دقیقه است ولی ارزش دیدنش رو داره. این رو هم اینجا براتون حاضر کنم، یک لحظه. بله خب این هست کامرای 3 مال شما، تصویرش رو بزرگتر کنم، گزارش رو ببینیم از ایران، حکایت دل و دلدادگی. این ببینیم تا کجاست، مثل که تا اینجا بس. حکایت گزارش ما حکایت دل هست و دلدادگی.
در مدرسه‌ای که قرار است دلهای بیقرار به دلدار برسند. دلدار گزارش ما حاج محمد دانش آموز نام دارد، معلمی با حدود یک قرن زندگی که حالا جمعی از شاگردان قدیمی او در روستای تمنک برایش جشنی برگزار کردند. بعد از این ادای احترام همه چیز حال و هوای یک مدرسه واقعی اما قدیمی به خود می‌گیرد. ناظم مدرسه دانش آموزان را راهی کلاس می کند، کلاسی که همه چیز آن بوی گذشته می دهد. شیطنت های دانش آموزی گل می کند و کریخانی ها برای همدیگر آغاز می شود. می جم سفرهای تخمرغید یادت رفته؟ دوش نیری، من دو پشتش نبی پشتم و سفر بیست بیام من می شم. مبصر کلاس را آرام می کند، معلم وارد می شود، ادای احترام می کند و پس از حضور و غیاب نخستین الفبای فارسی را به دانش آموزان یاد می دهد. دانش آموزی شعر زاغک و پنیر را می خواند و آن یکی برای استاد شاهنامه می خواند و بغض استاد را می شکند. کسی را که زفری براند بناست، براورد را روزگار دراست. شاگردان قدیمی این کلاس حالا هر کدام صاحب شغلی هستند. از این طرز که می بینم دانش آموزان از سطح بالا در تمام نهادها مشغول به کارند، همین یه حالتی به هم دستیه که احساسی کنون که خون پرواز و خوشحالی. شما الان سمت کاریتون چیه؟ من در مدیر باغبانی سازمان اتحاد کشاورزی استان فرهنگی بازنشسته و مدرس دانش هست. بنده مدیر آموزشگاه شهرستان دنه هست. تقریبا میتونیم بگیم که الفبای زندگی رو در جمیع جهات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی واقعا به ما یاد داد. استاد از میونه این جمع شلوغ‌ترین دانش آموزتون کی بوده؟ علی‌رضا عیالیان آین پلاس. این درسته که شما دو نفر شلوغ‌ترین بچه های کلاس؟ بله، ما متاسفانه این نمره ازدواج مو هیچ وقتی از دم و بالا نبود، همش هم تقصیری. نه مقصر منه، مقصر تبی. خلاصه دیالوگ انتهای این قصه دلدادگی سهم کوچکترین شاگرد این کلاس می شود. بنده به عنوان پسر و کوچکترین دانش آموخته این استاد بزرگوار این کیک رو که منقش به عجز پدرم هست رو به نمایندگی از همه این مزمه تقدیم پدرم میکنم. معلمان والدین معنوی ما هستند که راه و رسم زندگی رو به ما یاد دادن و احترام به این عزیزان توی هر زمان و هر جایگاهی بر ما واجبه. زهرا طهمورسی، باشگاه خبرنگاران جوان، روستای تمنک. بله، معلمان والدین واقعی ما هستند. فکرش بکنید شما صبح که از خواب بیدار می شدید ماکسیموم نیم ساعت یه ساعت با پدر و مادرتون بودین، بعدش با معلمتون بودین تا عصر، بعدم که میبرین خونه سرتون تو مشق بود، نیم ساعت ممکن بود بعضی همون بابا اونم نمیدینیم سر کار بود، بنده خدا میخوابیدیم اینا. ولی دقت کردین تو همین فیلمم هم که تهیه شده توی رادیو تلویزیون ایران با موزیک شروع شد، همینجوری این موزیک اون پشت ادامه پیدا میکنه. آقا خانم حرفتو بزن، این موزیک متن یعنی چی؟ مگه فردین داره رانندگی میکنه سلطان قلب ها گذاشتی اونجا؟ نمیدونم، این یک مرضی شده، امیدوارم این مرض به زودی از جون ما ایرانی ها بره بیرون تا برنامه هامون به اصطلاح نمیدونم، شایدم من باید یه موزیک براتون پخش کنم. میخواین یه موزیک همجور پخش کنم؟ یک لینکی دارم 8 ساعت موزیک برای سال نو، هر کی درست کرده خیلی کار قشنگی رو انجام داده، اومده 8 ساعت موزیک تو ماشین تا میشینی بزن روی اون چی بهش میگن بلوتوت، یا اگه اینایی که سیمشو بزن داخل دیگه نمیخواد حالا دنبال استیشن بگردی، نمیخواد از این خیابون میره اون خیابون دیگه ایستگاهه نگیره و خیلی از این لحاظا
این تلفن ها درست کار کرده. لینکش هم توی مسیج من هست، هر وقت میخوام میرم اینو برای خودم فرستادمش توی این میزنم لینکش. حالا میخوام یه روزم ما با موسیقی چیز کنیم که سبا خیلی ناراحت نشه، بگه بابا ما فکر کردیم شاید شما کار درست میکنین و ما کار درست رو انجام نمیدیم، ما هم شروع کردیم. اینها 100 ترانه شاد ایرانی برای نوروز 1398. اینو هر کی میخواد برای من یه تکست بفرسته به این شماره 202، به این شماره تا من برات تکست بفرستم، لینک اینو بفرستم. این رو تکست، رو تکست بهتره. یا ایمیل بزنید، یا ایمیل usa.sorbi@gmail.com یا info@mardomtv. 100 ترانه شاد ایرانی برای نوروز. اینها میبینید اینجا، ببینید اینه کجا رفت. 100 ترانه اینو میزنم ببینیم چه اتفاقی میفته. ما میذاریم این برای خودش اون زیر نقنق سرکی شیره میگفتن تو شیراز. به عنکبوت توی ایران یه چیز دیگه هم میگن. این دوستمون کرمانیه اسم وبسایتشو گذاشته، اون کارتونک میگن. بله خب ببین آقایه، ما هم میخوایم همین کارو کنیم، همون بلایی که تو سر ما میاری ما هم میخوایم سر شما بیاریم. اینم هی میچپونیم تو میکروفون، هی میکشیمش این بر بفر. خوبه صداش؟ این برای ما پیام بزید. خب برنامه اصلا آدم خودش حرفش یادش میره. و جالب تر اینه، بعد من اصلا نمیتونم، یعنی اگه اینجوری باشه من نمیتونم کارمو انجام بدم. ببخشید، شما خیلی مهارت داری که میتونی موسیقی پخش کنی، یک بانوی رو تلفن باشه، دو نفر حاضر باشن توی اون اتاق، توی استدیو، هرچی اسم بذاری. ما نمیتونم، وقتی آدم نمیتونه باید خودش اذعان کنه که نمیتونه. اینم از این. آقای سلیمانی بود که نشسته منتظر روزی که ترامپ 100 تا حقیقت تو زندگیش بگه. گفتم آقا این آرزوی بزرگیه. و یه چیز دیگه، اون جوکی بود که میگفتن که شاید شنیدید، اب نداره خود من جوکا یادم میره، این پتیک بنده خدا میگه فلان چیه شنیدی، میگم خودت برام گفتی ولی الان یادم نیست، دوباره بنویس. می نویسه، خسته هم نمیشه. میگن یک آقایی داشت کنار ساحل را میرفت، پاش خورد به یک چیزی، ورش داشت و تمیزش کردید، یکی از این قوری های عجیب غریب هست، اینجوری که دست میکشید تمیزش کرد، سرشو باز کرد، یک قول میگفتن، یک جینی، حالا جن و پری و قول و اینا ما همش قاطی کردیم نمیدونیم کدومش درسته. میاد بیرون، وقتی این میاد بیرون میگه که هر با شما، حالا یه جینی مثل اون فیلمی که دیدیم توی ایران، کی بود اون خانم توی یک نیرو دریایی هم بود، توی یک پایگاه نیرو دریایی یا نیرو هوایی بودن، یکی هم میبینی از این قولای بیشاخ و دمیه که حلقه هم تو دماغش و تو گوشش هست و اینها. خلاصه میگه شما چون من آزاد کردی میتونی مثلا 3 تا آرزو داشته باشی، 3 تا خواهش از من بکنی و من برآورده میکنم برات. خب طرف میگه که مثلا اینقدر پول میخوام، اینجوری میکنه، میگه پول به حساب ریخته شد. بعد میگه یه خونه خیلی بزرگ میخوام، اینجوری میکنه، میگه خونه هم به برات ریخته شد. آرزوی سومت چیه؟ میگه که من دوست دارم که رابطم با همسرم خوب بشه، حرف هم رو بفهمیم و اینها. قوله میگه آقا تو دیدی من کجا زندگی میکنم، هزاران سال رفتم تو این قوری، از دست زنم فرار کردم، این همچین امکانی وجود نداره، من نمیتونم به اصطلاح چنین کاری رو انجام بدم و اینها. شاید هم برعکس گفتم. خلاصه بعد میگه که خب یه آرزو دیگه هم اینه که، میگه یه آرزو دیگه بکن، میگه اشتباه گفتم شمارش، میگه از اینجا مثلا از کالیفرنیا به هاوایی، حالا همه میگن آقا جوک خراب کردی، از هاوایی، از کالیفرنیا تا هاوایی یه پل بزن که من بتونم رانندگی کنم، چون من از چیز میترسم. آها این جوک، این سومیش بوده.
میگه آقا همچین چیزی امکان نداره. میگه خب حالا که امکان نداره، سومینش این باشه که رابطه من با همسرم خوب بشه و حرف همو بفهمم و اینها. قوله میگه که آقا اینو شما ول کن، بیا راجع به ساختن پل بین کالیفرنیا با هاوایی صحبت کنی. اینم این ماجرا. و اما گزیده های خبرهای روز که یورو نیوز برای شما انتخاب کرده. ببینید توی ونزوئلا این قدرت های بزرگ چه بلایی دارن سر مردم میارن. حکام که میانه میرن، اون آقای شاوز مرد، اون یکی نمیدونم اومد و رفت و یکیشو کودتا خواستن بکنن، دو بار زمان بوش فلان اینها. این مردم بدبخت و بیچارهی که یه مدت خوشحال از این که نفت دارن، پول نفت بخشش داشتن، نفتشون حتی با آمریکایی‌ها میدادن، با وجودی که با دولت آمریکا در جنگ بودن، به مردم آمریکا از طریق خانواده کندی کمک میکردن. ولی اینا میخوان اونا رو زمین بزنن، و وقتی اینا میخوان اونا رو زمین بزنن، دخالتای جا و بیجا. چرا میگم جا و بیجا؟ برای که اونها هم احمقا دیکتاتورن و الا اینا نباید دخالت کنن، چون میبینن اون دیکتاتوره، اینا هم سوء استفاده میکنن. خب حالا این آقای مادورو آمد و اون جوونک رو گرفت و حبس خانگی کرد تا اوضاع آروم بشه. یه دفعه دیدن آقا این دیروز اومده رفته تو سفارت اسپانیا، یعنی ارتش خود مادورو هم باهاش نیست و اینو آزاد کرد، یا پلیس هم باهاش نیست. و این یکی دو هفته قبل به جای رسیده بود که این داشت فکر فرار به کوبا، یه دفعه روسیه پاشو گذاشت جلو، گفت آقا اینم اگه فراری دادید رفت کوبا، این کشور افتاد دست این پسرک جوان، این پسرک جوانم آمریکایی میخواد باشه مثل کشورهای دیگه نوکر شما باشه، مسئله نفت دنیا و اینا به هم میخوره. روسیه اومد وسط، روسیه که اومد وسط، این آقای مادورو دوباره قدرت گرفته. اون که اومد، حالا جان بولتون میگه نه ما باید اینو بندازیم فلان و اینها. و خیلی جالبه، میگه این اصلا در قسمت ما قرار گرفته، چیکار داره به روسیه، یعنی دنیا رو اینا واقعا نصف کرده. میگه نصفش برای من، نصفش برای تو. روسیه هم میگه آقا اینجا که همش یخ و مخ و اینا. بعد خود قاره چیزو کشور روسیه خیلی بزرگن دیگه، میگه آقا ما که اینا رو داریم، حالا تو دیگه چرا میخوای فضولی کنی؟ در هر صورت مادورو آماده فرار به کوبا بود، روسیه نگذاشت. حالا براتون این رو میخونم، سعی میکنم گریز بزنم بین این چیزا. یک لحظه، خب یک لحظه با شما، اینه، اینو خاموش کنیم که هی نیاد رو تصویر ما بمونه همینجا. اخبار جهان، اینم میگه که این آماده فرار بود. بعد میگه مایک پومپئو یا پوتیتو خودمون وزیر توپولی قوچلی امور خارجه آمریکا، میگه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز سه‌شنبه آماده خروج از این کشور به مقصد کوبا بود، اما روسیه او را از این کار منصرف کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده گفت مادورو هواپیمایش روی باند بود، بنا به اطلاعات ما او امروز صبح آماده بود برود، اما روسها به وی گفتند بماند. حالا ببینید چجوری این سوپر پاور، قدرت های بزرگ، دخالت میکنن در اونجا. وضعیت ونزوئلا به شدت بده، مردم هی از کشور میرن بیرون، حتی برای خریدن وسایل روزانه، چی میگن، مایحتاج روزانه، از دایپر بچه گرفته، پوشک بچه گرفته، تا خوراکی و پوشاک و اینها، و کار بیکاری و بیپولی هم کولاک میکنه. بله، این دکترین مونرو آمریکا از ارکان حکومت آمریکا در قاره آمریکا است. مونرو یا نمیدونم این کلمه، که آمریکا را قدرت مطلق در تمام قاره آمریکا میدانه. این دکترین چی؟ مونرو درست خونده نمیشه، من نمیتونم بخونم. بله، از این دکترین ها تا دلتون بخواد، هر کدوم از اینا وقتی که جوون بودن و اینها
یک چیزی تو مغزشون بوده و همینجور دنبالش گرفتن، حالا میخوان به اون هدف برسن، از اون چیه کمربند سبز خاورمیانه، از اون خاورمیانه بزرگ که برعکس کشورها رو تیک تیکی میکنن. مثلا همین ایران گویا قرار بوده به 3 قسمت یا 5 قسمت. آقای مانی شما اون روز گفتی این فرشگرد بگرد بگردی ها 3 تاشون رفتن، فعلا شده 5 تا. من نمیدونم مورچه چیه که کل پاچهش چی باشه. برای یه احمقیش که فامیلیش هم راد هست نوشتم که آقا شما میگید که این فرشگرد موفق بود به خاطر اینکه مشروعیتش رو از این کودک سفید مو پسرک تنبل رضا پولوی گرفته بود. بهش گفتم آقا این به هر چی دست زده از بین رفته، بعدم این فرشگردی که مشروعیتش رو از این حاج آقا گرفته و موفق بوده، شما میشه به من معیار موفقیتتون رو بگید؟ خب معیار موفقیت اینه، شما مثلا میگی من میرم یک دانشگاه یک کلاسی شرکت میکنم 4 ماه و نیم یا 6 ماه این درس رو میخونم، 6 ماه دیگه اونو میخونم فلان، بعد اگه یکی ازت پرسید کجا هستی میگی الان 3 تا A گرفتم 2 تا B گرفتم اینجوری کردم اینقدر واحد پس کردم. شما که طرفدار فرشگرد هستی بیا به من بگو چه برنامه‌ای داشتین تا کجاش رفتین. اگر آمریکایی بوده A to Z 26 قسمت داشته بگو قسمت کجا هستی، اگه ایرانی بوده الف تا یه 32 تا بوده بگو کجا هستی. فکر میکنید چی کار کرد؟ شروع کرد فوش دادن شما حرومزاده های عرب فلان. گفتم بده من شما رو لازم دارم هی عکساتونو بگیرم با این نوشته هاتون بذارم به مردم بگم نگاه کنید شاه و پدرش این سیاست رو راه انداختن. فوش به مردم، توهین به مردم، همیشه فکر میکردن خودشون درست میگن. 57 سال این بلا رو سر مردم آوردن، مردم در بدرشون کردن. اسم 3 تا شاه ایرانی رو بیارین که در ایران باشن خاک شده باشن بعد از 2500 سال، بعد از 7000 سال، بعد از 10000 سال پادشاهی، 3 تا پادشاه ایرانی که توی ایران خاک باشن. بله آقای خورسندی میگه که آهان من رو داکترین من رو آهان. خب اونجوری من هم فکر کردم من رو هست ولی این مثل من رو بود. اوکی. من رو داکترین، من رو همون یه رئیس جمهوری هم اینا داشتن من رو، اصلا خیابونایی که مثلا من رو هست اینجا به نام رئیس جمهور شد. تا کشورهای کوچک بیشتر از احتیاج خودشون نفت دارن روی خوش را مردمشون نمیبینن. آی گفتی بیچاره مصدق اینو اون موقع متوجه شده بود، گفته بود این در این بشک در این چاهای نفت رو ببندید، این فقط الان مال من و شما نیست، مال نسل‌های بعدی هم هست. لابد بعدش هم می‌خواسته به مردم بگه به اندازه مصرفمون، به اندازه همون چیزی که شما میگی قد پامون قد گلیمون دراز کنید. خب خیلی ممنون، ایشون از روی ویکی‌پدیا من رو دکترین رو هم گذاشتن، من تشکر میکنم. و اما میگن 2 استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفتن در ایران انقلاب نمیشود. حالا بیرون به جلوی شاه اللهی فوش میده، الان میگه ریدم به این 2 تا استاد، این 2 استاد نمیدونم با پول شاه رفتن خائن شدن فلان اینا، فوش خوار مادر میده برای شما ثابت میکنه که این همسرش فاحشن دخترش نمیدونم جنده است فلان، ولی گوش نمیده که اون چیزی رو که ما با آقای مینویی روز دوشنبه گفتیم بگیم آقای مینویی شما که میگی یه گروهی آمدن 160 تا اسم پیشنهاد کردن، اولا به من بگو تعداد اینا چند نفر بوده. قول میدم 80 نفر بودن 160 تا اسم پیشنهاد کردن. بعد حالا تازه بعد 40 سال هنوز سر اسم انتخاب کردن گیر افتادن، بعد این گروه اسمشو گذاشته گروه معتمدین ولی انقدر سابقه خوبی نداره که بیاد به مردم بگه ما هستیم. شما فکر کنین مردم به اینها اطمینان میکنن؟ آقای نیساری از اون ور نوشت گو آقا اینایی که قایم میشن نمیان جلو لابد یه چیزی دارن دیگه، همین صحبتی که اینجا ما به ترامپ داریم. آقا شما که به مردم میگید که چه اشکالی داره سربی ما اینجا روبرو
روبرو خونت دوربین گذاشتیم، مگه تو کار خطا میکنی؟ نه، ولی به خودشون بگو چه اشکالی داره؟ مگه شما کار خطا کردی که بانکت رو نشون نمیدی، مالیات تو نشون نمیدی، ارقام نمیدونم از کجا پول گرفتی، به کجا پول دادی، اینا رو نشون نمیدی؟ اینجاست که یک بام و دو هوا، اینجا که دبل استاندارد میشه. و بله میگن آقای شاه، آقای شاه، آقای سوربی، دو تا شاه فعلا پیدا کردم، شاه عبدالعظیم و شاه چراغ، اذیت نکن. خب یک مصاحبه رو آقای مناش امیر انجام داده در 40مین سال انقلاب. من این رو بعد از این برنامه 99مین دوستمون از خلیج فارس گفتار عقل بشر براتون پخش میکنم. ایشون لطف کردن یک سری عکس هم فرستادن، اجازه بدید من عکس ها رو باز کنم و عکس شماره یکش رو بیارم اینجا. امیدوارم فرمتی باشه که ما بتونیم همه عکس ها رو نشون بدیم. نه خیلی متاسفانه اون فرمت نیست و همینجا بازش میکنم، میشینم خودم یکی یکی به نوبت که ایشون میگه من عکس ها رو باز میکنم. عکس شماره یک و بریم اینجا یک لحظه با من باشید. 4 به 3 یا تا سلکت اریا. این کاورای 3. خب با عکس شماره 1 ما برنامه رو شروع میکنیم. صحبت ایشون در 2 قسمته. وقتی این تموم شد برمیگردیم با شما خواهیم بود و درباره مصاحبه آقای مناشه امیر مجری برنامه و گوینده رادیو تلویزیون اسرائیل با هم صحبت میکنیم. بفرمایید از خلیج فارس. سلام حضور شما. در این گفتار به شرح اوضاع و احوال کشور سلطنتی برونای می ادامم. در گفتارهای پیش به جغرافیا، تاریخ، سلطان، خانواده و کاخ و مسجدهایش آشنا شدید. با تقاضا از آقای سوربی برای نمایش عکس‌های 1 تا 3 این گفتار را می آغازم. برای سفر به مناطق برونای بیشتر از قایق و کشتی به اندازه‌های گوناگون استفاده می‌شود. آمیزش مردم ساحل و بومی با آب موجب زنده بودن و بقاست. مردم برونای از قدیم سرکارشان با آب بوده و هست. برای تماس میان 2 قسمت برونای که با بخشی از زمین مالزی تقسیم شده، سفر دریایی یکی از ضروریت‌ها و جمع و جور نمودن این کشور 2 بخش است. لطفاً عکس شماره 4. در رأس دولت برونای سلطان قرار دارد. قبل از 20 سال سلطان حسنال به اضافه بر پادشاهی وزیر 6 وزارتخانه بود. تنها 4 وزیره در کابینه اش بودند. در آغاز سلطنت مقام نخست وزیری را در اختیار داشت و تا حال دارد. هنگام تغییر کابینه معاون وزیر برمیگزیند و بدون اعلان خودش وزیر آن وزارتخانه است. در کابینه 11 وزارتخانه ای که در سال پیش اعلان نمود کمی پایین آمد و فقط 3 وزارتخانه را به اضافه بر همان نخست وزیری به عهده گرفت. این وزارتخانه ها عبارتند از صنعت و معادن، یعنی اداره امور نفت، وزارت آموزش که سیستم پرورش آیندگان را در دست دارد و طرز و سبک رفتار و کردار و پندار ملت را برای آینده ای طولانی سلطانی که تحصیل نکرده می تعیند. آخرین و مهمترین وزارت همانا دارایی است که همه موجوداتش را متعلق به خود می داند، به هر کس که خواست می دهد و همه چیز در نتیجه بذل و بخشش و کرم اعلی حضرت نعمت خلق خدا می شود. تقلید از خدایش را در پیش گرفته. همه نعمت ها از میان انگشتانش قطره قطره بر ملت می چکد. به اضافه بر مقام های وزارت ریاست اداره های عبادت اسلامی، گمرک، فرماندهی ارتش و اداره بازرسی ارتش
و امنیت کشور را سلطان ریاست و اداره می کند. محمد رضا پهلوی مقام رسمیش تنها پادشاهی بود، اما عملا در کار مدیر کل همه وزارتخانه ها می دخالتید. سوال: چرا این طورن؟ در اینجا این سوال مطرح می شود. امور امنیت و دفاع برونای در دو قرن گذشته در دست بریتانیا بود، بجز سالهای اشغالش توسط ژاپنی‌ها. دخالت بریتانیا در اغلب اداره ها و امنیت این کشور تا حال ادامه دارد. در برونای آزادی مطبوعاتی نیست، مردم حق اعتراض و انتقاد ندارند. به علت سیستم اجتماعی و اوضاعی که سلطان طرح و اجرا نموده، در مغزها مخالفتی شکل نمیگیرد. باید همه راضی باشند و رضایت خود را اعلان کنند. لطفا عکس‌های شماره 5 تا 11 را به نمایش گذارید. به علت سیاست، تسلط و نفوذ بریتانیا، برونای بسته و ورود به آن ساده نبود. همه مسائل و بویژه سیاست برونای تا کنون توسط همین استعمار پیر اداره می شود. در چند سال اخیر و به علت کاهش قیمت نفت برای افزایش درآمد، اجازه ورود به برونای را به شهروندان کشورهایی دادند. دارندگان گذرنامه اسرائیلی از ورود به این کشور ممنوعند. ورود خارجیان فقط برای گردش است. توریست ها در مناطق سرسبز این کشور می گردند و از خارج مسجدها را می تماشایند. فقط مسلمانان می توانند به درون مسجدها بروند. یکی از جاهای دیدنی سنگی است که بران طلا پوشانده اند. توریست ها هنگام ورود به محبته این سنگ بازرسی می شوند که مبادا با خود وسیله داشته باشند و از سنگ طلا بکنند. در آن کشور مشروب الکلی ممنوع است. شهروندان برونای آخر هفته و تعطیلات به کشور همسایه یعنی مالزی رفته، در آنجا مشروب می نوشند و پس از اطمینان از نبودن آثار مستی و بوی مشروب در بدن و لباس به خانه و کاشانه باز می گردند. توریست هایی که نه مسلمانند هنگام ورود به برونای می توانند با خود 24 قوطی آب جو و 2 بطری مشروب بیاورند. نوشیدن و صرف مشروب الکلی محدود به اتاق هتل ها می باشد. لطفا عکس شماره 12 تا 24. درباره همه چیز سخن گفتیم به جز مردم. آنها گله ای هستند و سلطان چوپانشان. این خواست آفریدگار بزرگ بوده. همه دین ها چنین ادعایی را اصل و ایمان ساختند. در دین اسلام مردم مجبور به پیروی از سرور و خلیفه و پادشاه هستند. برونای به ظاهر متعصب به اسلام همین عهد را پیروی می کند. در برونای طبقه بندی اجتماعی یکی از پایه های اجتماع است. از روز تولد هر نوزادی مقام اجتماعی خود را باید بداند. گذر از جا اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار است. در آن کشور کوچک بینوایان باید ثروت را ببینند و خود را کور و بدون احساس بشناسند. در این نمودار که قبلا هم نشان داده شد، جایگاه برونای در جهان از نقطه نظر درآمد سرانه نشان داده شده. اشاره و اعتبار دادن به مبلغ درآمد سرانه یک توهم و یک استناد غیر واقعی است. در برونای مانند همه کشورهای دنیا انسانهای کم درآمد هستند و هرگز نمیتوانند مبلغ درآمد سرانه را به دست آورند. در برونای گدا نیست. علی‌رغم درآمد سرانه بالا، 7% جمعیت بیکار هستند. سوال چرا باز مطرح می شود؟ به علت مجانی بودن آموزش و بهداشت و عدم وجود هر گونه مالیات، مردم دلواپس خانه و خوراک خود نیستند. قبل از کشف نفت اغلب مردم در خانه های ساخته شده بر رود و دریا زندگی می کردند. اسکله و یا راهروهای میان خانه ها تا حال بدون نرده هستند. بومیان نزدیک به ساحل و رودخانه هنوز در خانه های سنتی به سر می برند. دولت ادعا می کند هر کس مایل است به خانه های مدرن ساخته شده منتقل می شود، لیکن مردم خوششان می آید در همان خانه های کنار آب بمانند.
این ادعا درست نیست. با دیدن مناظر خانه ها می توانید به سطح زندگیشان پی ببرید. خانه بومیان بر خشکی به همین سطح و در همین سطح هست. در گذشته نزدیک بودن به منابع خوراکی علت بر آب زندگی کردن بود. بدون ترک خانه می توانستند با ماهیگیری زندگی را بگذرانند. در مناطق استوایی به علت بالا بودن نسبت رطوبت هوا مردم نمی توانند چون مناطق سردسیر فعالیت بدنی بکنند. تنبلی بخشی از صفتهایشان و یک عادت عمومی مورد قبول اجتماع است. همه سال در برونای درجه حرارت هوا از 22 تا 27 درجه و درجه یا نسبت رطوبت هوا بیشتر از 90 درصد است. در همه فصل‌ها یک سال و زمستان و تابستان ندارد. هوا بارانی و یا آفتابی و یا ابری است. اغلب کالاها و مواد خوراکی از خارج وارد می شود و برونای محصولی نمی سازد و جز نفت و گاز صادراتی به خارج ندارد. در برونای مانند همه کشورهای دنیا ظاهر و باطن اوضاع با هم متفاوتند. در حالی که خیابانهای اصلی پاک و تمیز هستند، مناطق بینوایان کثیف است. لطفاً عکس 25 تا 27. همانطور که دیدید مردمان بسیاری در خانه های فرسوده سنتی به سر میبرند. خدا خواسته همان خدایی همین خدایی که در کنار مردم بینوا مسجد یعنی کاخهای متعدد دارد. همین خدا خواسته سلطان بزرگترین کاخ طلایی داشته باشد. با تهیه چنین اوضاع و احوال مردم با رفتن به خانه خدا در نزدیکیشان می باید نیایش و پستی و حقارت خود را احساس کنند. خداوند را باید پرستید و از او افزایش نعمت خواست، نعمتی که فقط از زیر دست سرور یعنی سلطان ممکن است به دستشان بچکد. تصور عموم این است کسانی که مسجد می سازند حتما بهشتی هستند. بر سر در اغلب مساجد این عبارت به عربی نوشته شده: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. این بخشی از آیه 18 سوره توبه است. بقیه همین آیه چنین است: و اقام الصلاة و آت الزکاة ولم یخش الا الله فعسى ان اولئک ان یکونوا من المهتدین. در بخش نخست این آیه کلمه یعمر آمده. این کلمه را ناآشنایان به زبان عربی و تفسیر قرآن اعمار یعنی ساختن و بنایی می درکند. ترجمهش بنابر بعض آخوندها چنین است: کسی مسجدهای خدا را می سازد که به خدا و آخرت ایمان داشته باشد. ترجمه صحیح همه آیه بنابر تفسیرهای نقد شده از نویسندگان قرآن در آغاز اسلام چنین است: کسانی به یگانگی خدا و به او اخلاص دارند که ایمان آورده اند، پس از مرگ دوباره زنده می شوند و واجبهای دین را برمی آورند، زکات پرداخته و فقط از خدا می ترسند به امید اینکه از هدایت شدگان باشند. همانطور که در ترجمه مفسرین قرن دوم هجری شنیدید، بنایی مسجد در تفسیر این آیه نیامده. اضافه و تحریف یک نمونه از روشی است که آخوندهای چوپان و مستند به قرآن از تحریفش عبا نکرده و مردم را بره می سازند و دزدان با ساخت مسجد خود را بهشت رو می شمارند. به ما فهمانده اند رفتن به مسجد ثواب است و خدا در خانهش به نیایش بندگان گوش می دهد و سازندهش به بهشت می رود. دروغی که کاملا مخالف این آیه است. سمع الله لمن حمده. خداوند هر شکرگزاری را شنوا می باشد. دین اسلام تنها عقیده است که می شود در هر جا خدا را نیایش کرد. یک وسیله تبلیغاتی به هدف تأثیر بر مغزها مسجد است. برای جمع کردن گله در یک جا با آن همه بزرگی و ارتفاع و زرق و برق و نقش و نگار، مسلمانان درون آن خود را فرسوده و بینوا و در برابر شخص نیرومندی چون پادشاه می تصورند. این عقیده و روش در دیگر دینها به همین صورت است. عکس 28 و 29 لطفا.
در کنار تابعین و شهروندان برونای شهروندان برونای خارجیان بسیاری در آن کشور اقامت دارند، اغلب در صنعت نفت و فرودگاه و هواپیماهای کشوری و سلطنتی و بیمارستان‌ها کار می‌کنند. اغلب اینان تابعیت انگلستان و یا مالزی می‌باشند و در جاهایی دور از مردم سکونت دارند. از آزادی‌هایی برخوردار هستند که ملت از آن محرومند. هتل‌های توریستا دور از سکونت مردم قرار دارند. اختلاط با خارجیان ساده نیست. این هم یک نوع جدا آفرینی دیگر در اجتماع بسته برونای. شخصیت‌های درجه اول در خانه‌های مجلل بر روی رودخانه و دریا سکونت دارند. در عکس شماره 30 شما کنار رودخانه را می‌بینید. در این بخش پیرامون فساد و یا شفافیت برونای سخن می‌گویم. در درجه شفافیت برونای مقام 49 را داشت، اکنون به مقام 31 از 180 کشور جهان رسیده. این افتخار شمرده نمی شود. همه چی در دست سلطان قرار گرفته و کسی توان رسیدن به ثروت عمومی را ندارد تا به آن دست رسیده و بدزدد و فاسد شود. مبلغ قرض برونای به خارج صفر است، مانند گذشته لیبی. دیدیم که چه بر سر لیبی آوردن. چرا برونای با مشکل‌های سیاسی روبرو نیست؟ علتش موقعیت جغرافیایی و سپس سیاسی این کشور می باشد که خارج از منطقه تشنج بین المللی است. موقعیت گذشته و کنونیش در دنیای سیاست بی اهمیت و بی اثر است. سلام حضور شما. در این گفتار به شرح عکس شماره 31 لطفا. از آسمان به بخش از برونای بنگریم، طبیعت زیبایش را بتماشاییم و بیاد آوریم مسئله‌ای که برونای را از سال 2014 بر سر زبان ها انداخت و در اول این ماه تکرار شد سر صدا برای مجازات های اسلامی که سلطان می‌خواهد بر ملت و مقیمان کشورش اجرا کنند. دست و پا بریدن و خشتن با سنگسار کردن بخشی از مجازات ها می باشد. سازمان های مدافع حقوق انسان پیش قدم شده و به این قانون های فرسوده و خارج از زمانش اعتراض کردند. از شخصیت های معروف و ثروتمند خواستند با عدم استفاده از هتل هایی که سهامدار اصلیش سلطان حسن آل است اعتراضشان را به این مجازات ها نشان دهند. این هتل ها در لس آنجلس، بیورلی هیل، دو عدد در لندن، یک عدد در اسکوت انگلستان، یکی در فرانسه و یکی در ایتالیا می باشند. درآمد داشتن سلطان از فروش مشروب در هتل‌هایش گناه نیست و از نظرش حلالند. نمونه‌ای از نیرنگی در بازی یک با مد و هوا به علت صاحب مقام بودند. عکس‌های شماره 32 تا 37 را لطفاً به ترتیب نشان دهید. یکی از مجازات ها سنگسار کردن زانی و لواط کننده است. سلطان به پایان 73 سالگی رسیده، شاید به علت ضعف جنسی خیش از یک سو و اندیشیدن یافتن کاخی در بهشت بنابر انباشته های بیشعوری قانون اسلامی را پیاده کرده. یکی از افتضاح‌های برملا شده سلطان در کتاب به عنوان سم گیلز My Life in Harim آمده. نویسنده در سن 17 سالگی از نیوجرسی برای کار در کاباره‌ای در سنگاپور استخدام می شود. پس از پروازی طولانی خود را در کاخ شاهزاده پنگران سهابیل مال پنگران مودا بولیقه می بیند. این شاهزاده کوچکترین سه برادر سلطان در محافل خارجی خود را جفری بولیقه معرفی می کند. این دختر به نام جولیان لورانت خاطرات مدت نسبتاً طولانی 3 ساله خود از سال 1992 تا 1995 را در که این کتاب که یکی از پرتیراژترین کتاب سال 2010 بود منتشر کرد. 15 سال پس از ماجرا از خود و دیگر دختران جوان کم بستریان شاهزاده بوده و چند هفته در کاخ مانده اند مطالبی نوشته.
سلطان در اولین ملاقات با جولیان خوشش آمد، از او به برادر می اطلاعت. عکس شماره 33 و 34 لطفا. شازده جفری جولیان خانم را به برادر سلطان هدیه می دهد. پیشرفت تکنولوژی سبب تغییر عقل انسان نمی شود. کتاب خانم لوران به 17 زبان ترجمه و منتشر شده. آیا در برونای به آب روزی نتیجه رسید؟ افتضاح‌های بزرگان مانند مرگ بینوایان بی سر صدا است. افشاگری‌های کتاب بخشی از افتضاح‌های خانواده سلطنتی برونای است. دیگر هم بدتر شدگان با سلطان کتاب ننوشتند. اخبار و شایعات از فساد جنسیش را بسیار میتوان شنید و خواند. آیا ممکن است شما نام یک متنفذ صاحب مقام یا پولدار را معرفی کنید که افتضاح ها نداشته؟ خانم بازی های سلطان برونای ثروتمند در خانه هایش در داخل و خارج بسیار بوده. اکنون در سالهای پیری آتش فشانوار مجری اصول اسلام شده. عکس 38 لطفا. بخشی از کاخ شاهزاده برادر سلطان را دیدید. این عکس از مراسم ازدواج ولیعهد برونای است. خانواده سلطنتی همه چیز را از طلا می‌خواهد. افراد ملت در کلبه‌های چوبی بر روی آب زندگی می‌کنند. توان تغییر روکش آهنی سقف حلبی آباد را ندارند. هنگام بارش باران از سقف خانه‌هایشان آب ریزش می‌کند. مهم نیست، برن و باید بنا به میل چوپان در طویله زندگی کنند. کجا اینطور نیست؟ کدام انسانی بر سر کار آمده و اینطور نکرد؟ باور بفرمایید، اینقدر به این مسئله فکر کردم که مطمئن شدم اگر من هم صاحب مقام شوم همینطور خواهم کرد. به درستکاری و عدم تغییر خودم در حال صاحب مقام بودن کاملا شک دارم. آنان که با سر صدا و فریادهای مرگ بر جمهوری اسلامی میخواهند صاحب مقام شوند چگونه میتوانند ما را قانع کنند که تغییر نخواهند کرد یا خودخواه و فاسد نخواهند شد؟ نفت برونای در دو دهه آینده به پایان خواهد رسید. اقتصاددانان پیش بینی کردند که 5 سال قبل از آن تاریخ سرمایه گذاران و ثروتمندان سرمایه و ثروت خود را از کشور خارج می کنند. سلطان و یا ولیعهدش از سرمایه گذاری هایش در خارج درون کاخ طلایی به زندگی می ادامد. ملت گدا می شود، مهم نیست. سلطانی بر گدایان از لقب سلطانی نمی کاهد. در این گفتارها جزیره سنگاپور را که خالی از هر گونه ثروت طبیعی است به شما معرفی کردم. در 3 گفتار اخیر شما برونای را شناختید. کدام سیستم فکر می‌کنید بیشتر مناسب ایران می‌باشد؟ سنگاپور در فساد از میان 180 کشور جهان در درجه 3 قرار دارد. همانطور که به اطلاعتان رساندم برونای که سلطانش همه چیز را در اختیار دارد درجه فسادش 31 است. سنگاپور کشوری است مبتکر و صنعتی، صادرکننده کالا و اندیشه ها. همه کارها در آنجا گروهی بر اساس بررسی و استفاده از همه تجربه ها طرح و اجرا می شود. دانش و بررسی و آینده نگری اساس و پایه پشتکار و فعالیت ملت و دولت این کشور کوچک است. در برونای همه چیز بنا به بیشعوری بزرگ عقل یعنی سلطان می انجامد. هیچ برنامه برای آینده سازی طرح نشده. کدام شایسته الگو قرار دادن هستند؟ تراوش مغزی نتیجه انباشته های بیشعوری و طرز استفاده از آن خلاصه می شود. تا وقتی که ملت برای هر گامی می خواهد به امامزاده متوسل و حدیث و روایت را وسیله و تاریخ پر افتخار را سند بداند، تا وقتی که فریب چند تا کلمه خوش زبانان را می خورد و به این سو آن سو می جهد،
تا وقتی که انتقالش به خارج از محیط و فرهنگش مغزش را نمی تغییرد، تا وقتی که هنگام برخورد با طرحی نوین چندشش گرفته و روی می گرداند و به خود فرصت شنیدن، فراگیری، بررسی و پژوهش نمی دهد، تا وقتی که به هر دگر اندیش و مخالف دشنام می دهد و با فحاشی به ناموس اعتراضش را بیان می کند، سقوط اسلامیان و سر کار آمدن رژیم بعدی مشکلی را حل نخواهد کرد. طرحهای دموکراسی قابل قبول عقل‌ها نیست. سخن درباره‌اش وقت تلف کردن می باشد. ما گرفتار افرادی نادان هستیم که در تک اندیشی غوطه‌ورند، خود را کامل و پر و برتر از همه بندگان آفریدگار می دانند. عموم ملت از نادانی خود بیخبرند و هیچ دولتی بر سر کار نیامده که مغزها را بجنباند و مردم آزادی جنبش دهد تا بیندیشند و ایده ها طرح کنند. دولت مردان و علاقمندان به چوپان شدن در آینده مانند پیشیان میخواهند که ملت تکندیش باشد. یک شک فکر و از رهبر و یا پادشاه و یا خلیفه تبعیت کنند. این پایه اساسی حماقت هاست که در عقل چوپانان نادان و فریبکار فرو رفته. از طرفی مدعیان رهبری از حال و توان واقعی خود بیخبرند، از طرفی دیگر ملت از شناخت خیش و تشخیص این نخبگان ناتوان میباشد. تقلید از یک سیستم برای هیچ کشوری صحیح نیست. هر جایی خصوصیت خود را دارد. میباید روشن فکران و اندیشمندان جمع شده و همه سیستم های کنونی و گذشته دنیا را بررسی کنند. همه ملت ایران و ثروت‌های کشور را شناسایی و در نخستین گام برنامه‌ای برای تغییر مغزها طرح و اجرا کنند. در مرحله پسین برای ملتی آموزش دیده و روشن فکر سیستم و کشور بسازند. تبعیت و قربان رفتن و اظهار کوچکی در برابر جاه‌طلبانی که تا حال یک سازندگی عملی نانجامیده اند در دیدبان نمی کند. در اوضاع کنونی در صحنه سیاست فریبکارانی خودخواه و بیفایده داریم که برای رسیدن به کاخ حکمرانی در شتابند و ملت در بینوایی، فرسودگی به سطوح آمده و به امید فردای بهتر آماده افتادن در دام این فریبکاران است. افتادن ملت و میهن در دست نادانان خودبین و دشخیم امکانش بسیار است. نیروی بازسازی مغزی و عقلی خودساخته در نگاه به افق آینده تا کنون پدید نیامده. صمیمانه تقاضا مندم بیندیشید. از بیشعوری های مغز رها و با گسترش دوربینی به فکر فردای خود و هم میهنان باشید. آرزومندم این گفتارها اندیشیدن شما را سبب شده باشد. شاد و خرسند روزهایتان را بگذرانید و از ثروت عقل بیشترین سودها را برده و به دیگران سود برسانید. بسیار ممنون از این دوستمون. خیلی جالب بود، ایشون توی صحبتاشون گفتن که برای اینها سلطان بودن مهمه. حالا اینکه اینها سلطان باشن بر مردم گدا مهم نیست. شما چی فکر میکنید؟ ضمناً هفته گذشته بیرون بودم واشنگتن، یه دوستی از کانادا تماس گرفت و ایشون گفت که اسم این آقا چیه؟ گفتم که من میدونم ولی نمیتونم بگم، چون به ایشون قول دادم فعلا اسم ایشون رو نگم. گو آقا من ایشون رو میشناسم. زمانی که آقای فولادوند داشت موفق میشد، ایشون آمد و همین صحبت‌ها رو انجام داد و اینها. و گفتم منظور شما چیه؟ یعنی حالا هم داره اتفاقی میفته؟ اولا موفقیت فولادوند رو شما تو رو خدا بشینید دوباره نگاه کنید و به من بگید چه موفقیتی، به جز این که شب تا شب می اومد یه 10 تا فوش میداد به آخوند و قرآن و اسلام
قرآن و اسلامی که خودش افتخارش این بود که رفته بود استاد شده بود. چه موفقیتی دوست عزیز من. بعد اگر اون آقا موفقیتش به گفته های این دوست ما از خلیج فارس باطل شده، خب ببخشید اینم مثل همون چه بگم، در صورت نمیدونم. من گفتم من فکر نمی کنم، چون ایشون با وجودی که سالها تو کار رادیو تلویزیون بوده ولی با تلویزیونای ایرانی و اینها برنامه و تماسی نداشته. در صورت این سوال از شما است که آیا شما جنبش فولادوند را نابود کردید؟ و جالبه که خود همین آقا میگه فولادوند آدم آنست، صادق و درستی نبود و به اطرافیان و نزدیکانش از جمله ایشون هم یه جورایی خیانت کرده. که بهش گفتم خب بیا بگو، گفت من نمیگم، من با هر کسی دست دادم به اصطلاح اون دست دادن و اون قول رو خراب نمی کنم. اینم یه اشکالیه که شما ممکنه به یه نفر دست بدی فکر کنی آدم خوبیه، فردا که فهمیدی این آدم بدیه خب باید بیا به مردم بگی ما با آقای حسیبی دوست شدیم، فکر کردیم این آدم خوبیه، بعد این آقا یه آدم دزد پدر سوخته یه که همتا نداره، خب میایم میگیم به مردم. در صورت اینم الان یادم افتاد بهتون بگم. و اما برنامه هست پنجم ماه می روز یک شنبه در منزل دوستمون آقای دکتر محمد موسوی و همسر ایشون خانم ژاله مصلحی. و من آگهی این برنامه یا فلایر رو گذاشتم توی فیسبوک و دوستان چون به انگلیسی نوشته شده گفتن که آقا اگه امکان داره مقداری توضیح بدید. گفتیم چشم، حالا ما توضیح میدیم. اینجا اینو نشون بدیم، پلیر 3 و پلیر 4 و پلیر 5. خب از 3 شروع میکنیم. این چیزی که اینجا نوشته من براتون میخونم، نمیدونم خونده میشه اونجا یا کوچیک هست. Center for Improving Women's Life، مرکز بهبودی یا نمیدونم improve، کلن هر چیزی رو که بهتر میکنن بهبود میبخشن میگن improve. حتی حال بیمار وقتی یه جایی رفته دکتر فردا که میری میگه حالش بهتر شده، مثلا میگن که he's improving، یعنی داره بهتر میشه و بهتر شد. اصلا یه مرکزیه که میگه که زندگی خانم ها رو به اصطلاح سعی میکنن بهتر کنن. این سومین انیورسری، یعنی سومین سالگرده. اسمش هم هست سیپ اند سپورت. سیپ همین یعنی نوشیدن، یه قلوب که شما میرسید میگه یه سیپ. سیپ اند سپورت فاوندریزر. فاوندریزر یعنی کمک جمع کردن. و میگه که سینکو دی میو که همین پنجم ماه می، به اسپانیش میگنش سینکو دی میو، بیاین اونجا مارگاریتا و سنگریا و یک مقداری هم پیش غذا یا اردو هست بهزیستی. بله خیلی ممنون آقای خورسندی، من اگه شما رو نداشتم چه خاکی بر سرم میکردم. بهزیستی، بله، مرکز بهزیستی زنان. بعد خیلی ممنون آقای مهدی قربانی هم به ما پیوستن. و این ماجرا رو من دیروز وقتی نوشتم اینجور نوشتم که با یک سنگ یا با یک تیر دو هدف بزنید یا با یک سنگ دو هدف بزنید. آقای کرمی از پاریس سوال کرده بود آقا این چیه؟ ضمن این که خب میدونم اونا که نمیتونن از پاریس بلندشن بیان، ولی گفتم که خب این شادی سوالی باشه برای دیگران، اونا میتونن بپرسن و به اصطلاح ما هم اینجا در خدمتتون هستیم که توضیح بدیم. بذارید من اینو از اینم که هست بزرگتر بهتون نشون بدم، بعد اگه خواستید روی فیسبوک هست، اونایی که میخوان تماس میگیرن میگن براشون میفرستیم، اونا هم میان. و اینه، اینجا اجازه بدید که چرا این و اینجا تا اینجا این برای که آدرس و اینا رو بهتر بتونید ببینید، من اینجوریش کردم، یه کاغذ رو کردم دو قسمت، نوشته پنجم ماه می از ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر، مکان هم
آدرس دادن، آدرسش هم اینجا هست، اینجا، و نوشته تیکت 40 دلار، آدرس آنلاین و اینها هم هست که اونجا بخرین، اگر نخرین وقتی میان اونجا 45 دلاره. اینم رسمه برای که شما وقتی زودتر میخرین همه چیز به مرتب بودن و ردیف بودن و کمک به اونها کردن بیشتر کمک میکنه تا اینکه اون موقع برید. حالا مردم دارن میان داخل، احتمالا یه میزی باید بزنن، بعد به اصطلاح یه نفر بشینه اونجا نگاه کنه کی بلیت داره کی نداره، کی میخواد بخره، رد و بدل کردن پول و اینهای مقداری مشکله. این یکی هم بهتون نشون بدم. اینم دوتا آگهی رو با هم گذاشتم و یه سازمان نیست، حقیقتا چند تا سازمانه، ولی همه اینها کارشون کمک به خانواده ها هست، شلتر یا پناهگاه یا یکی دیگرش هست، اجازه بدین اینو بخونم که دیدم من اینا رو سال قبلم باهاشون صحبت کردم، و هست از Executive Director of Guest House، بله، که اونجا هم Guest House، اینایی که احتمالاً مشکلی پیدا میکنن توی زندگی، شما فکر نکنید که اینجا بهشت برینه. باز برمیگردیم به صحبتهای اون دوتا دوستمون، دوتا وکیلی که دوتا به اصطلاح جامعه شناس و وکیل هرچی هستن که بعدا من میپرسم میگم قرار بود شما رو تلفن و اسم و راه تماس با اینها رو آقای سبا تبار بنویسه، احتمالا رو اون یه ویدیوی نوشته که رو فیسبوک هست و اینه که من دارم ندیدم، با اونا تماس میگیریم. مشکلاتی اینجا هست که اصلا من و شما فکرش رو نمی کنیم که مثلا حتی چجوری زنها مردها رو آزار میدن، مرده از ترس جونش فرار میکنه میره، باید مخفی باشه یه جایی، باید یه جایی باشه تا بهشون پناه بدن تا بتونن کمکش کنن و تکلیفش در زندگی معلوم بشه و مشخص بشه. اگر شما خواستید تشریف بیارید تماس بگیرید و بیاین، خوشحال میشین. بنده هم اونجا هستم روز یک شنبه 5 می. اینم توضیحی بود که برای دوستمون مخصوصا آقای محمد کرمی از پاریس سوال کرده بودن یه مقداری توضیح بدید در رابطه با 5 می اینه. ولی 5 می توی آمریکا الان من چندین ساله که متوجه شدم که میگن روز استقلال مکزیک، ولی با خود مکزیکی‌ها که صحبت میکنم میگن نه اصلا همچین چیزی نیست و این یه روز تبلیغاتیه که فقط رستوران‌ها و مردم دنبال شادی میگردن. اینم دلیل، میگن برای شاد بودن دلیل نمیخواین، خب این اینجوری شده دیگه، بیا بفرم برو خوش باش. در صورت اینم از این هادی خورسندی پیام سعید رو نشون دادیم، پخش کردیم، برنامه 5 می منزل دکتر موسوی و خانم مصلحی، شمارش ویدیو درباره سد کرخه توضیح دادیم، سبا تبار مصاحبه با 2 دکتر درباره مهاجرت، ویدیوی احترام به آموزگار رو نشون دادیم، خانم دکتر زنوسی اینجا نوشته بودم ساعت 2:30 که ایشون مریض دیابتیک یا اونایی که مرض قند دارن مشکل پیدا شده بود، مجبور شدن برن بیمارستان و نتونستن با ما باشن، بعدش هم یه سفر در پیش دارن، هفته آینده به احتمال زیاد 3 شنبه برمیگردن، 4 شنبه با ما خواهند بود و امروز هم که 4 شنبه بود، روز اول می 2019، 11 اردیبهشت 1398، 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر هست در ایران و اینها. آمریکا متاسفانه همه چی رو برای خودش یه روزای دیگه گذاشته، این فکر کنم میشه آگست، لیبر دی میشه، کی میشه، بله، یا سپتامبر. در هر صورت اینم از این. و اما بریم سراغ اون مصاحبه‌ای که براتون گفتم آقای مناش امیر انجام داده و من به نظرم میاد این مصاحبه پر از اشکال هست. حالا چرا پر از اشکال هست؟ ببینیم که اینجا چی میگه. گویا یک نفر به ما کمک کرده، بله، دوست عزیزمون که هر ماه 50 دلار کمک میکنن، امروز تا اول ماه می شده ایشون کمک کرده، ممنون و متشکرم. نمیدونم دوست دارن این دوستان ما اسماشون رو بگیم، دیدید تلویزیون دیگه مینسه حسن علی 2000، نمیدونم اون فرهاد 5000 فلان کمک کرد، من گفتم این اصلا بی احترامی میشه به بینندگان و بعد نشون میده که اگه اونا پول ندن این طرف اینجا نمیاد.
نمیدونم بعضی وقتا ما اینجا گیر میکنیم کدومش درسته. در صورت من ممنون و متشکرم از شما و همین حمایت های شما باعث میشه که ما اون استقلالمون، این به اصطلاح از این و اون حساب نبردن رو بتونیم رای همینجوری ادامه بدیم. از سال 2003 تا حالا که تلویزیون مردم، اولین تلویزیون اینترنتی ایرانیان، یادتون باشه تلویزیون مردم اولین تلویزیون اینترنتی ایران، به وسیله یه نفر، من 2003 تا حالا 16 سال پیش، چقدر 47-8 سال داشتم، نسبتاً پیر برای این کار، ولی این شهامت و شجاعت و جرأت رو داشتم که رفتم این کار رو انجام دادم. یه مقدارش این بود که پول داشتم و پولی که داشتم با اون احساس غربت یا هومسیک بودن، این دو نیرو، اون ویل پاور یا خواست رو به من داد که این کار رو انجام بدم. چون دیدم با هر تلویزیونی سلام علیک میکنم میگه آقا حالا شما بیا، ولی این شازدم خیلی پسر خوبی ها، ببین ماشاءالله دماغش عین دماغ آقا محمد گنده، مثل دماغ خودت بزرگ، خوبه دیگه، شما هم دماغ هستین فلان. گفتم نه، من هر روز ایشون کار خوب بکنه میگم کار خوب کرد، هر روز کار بد بکنه میگم کار بد کرد، شما میخوای بخون نمیخوای نخون. همسر ایشون وقتی سرطان سینه گرفت کار بسیار پسندیده‌ای کرد، کاری که بین زنان ایرانی رسم نیست، معمولا قایم میکنن نمیگن، ولی ایشون آمد گفت و بعدم به سلامتی فعلا از دست اون سرطان سینه نجات پیدا کردن. ما هم خوشحالیم، هم بهشون تبریک میگیم که اون موقع این کاری کردن، هم امیدواریم که بهبودی به اصطلاح پیدا کنن، شفا پیدا کنن و از این سرطان که درد مهلکی هست نجات پیدا کن. ولی همین خانواده وقتی میاد یه سازمانی رو برای کودکان درست میکنه، بعد میبینیم یکیشون معتاد، پولا رو برداشته خرج اتینا کرده، اونم میایم میگیم. این فلسفه ماست، خیلی ساده، خیلی رک. و اما بریم سراغ آقای مناشه امیر. خب آمازون هم بله میگه از این یه دوستی از آلمان تماس گرفته، نمیدونم برای خود منه یا پخش میکنیم ببینیم چی میگه این دوستمون. Not now. این هم یه مکافات شده ها، هر چی میخوای گوش کنی میگه لوکیشن تو ما بگو. یعنی شما واقعا لوکیشن منو نمیدونی؟ اینقدر دروغ میگی؟ اگرم میدونی دیگه چرا میپرسی؟ هیچده ثانیه است ولی کار نمیکنه این پیام. دوستی که از آلمان تماس گرفتید، آخر شمارتونم 15 است، این پیام کار نمیکنه. نمیدونم چرا. شاید توی این پروگرام فایرفاکس کار نمیکنه. بذارید، در هر صورت نمیدونم. اگه چیزی لازمی هست که با فیسبوک پیام شخصی بفرستید، توی اون میتونم باز کنم صداش در بیاد. اینم گفته که بله need help replacing okay. این از این. و اما بریم سراغ نوشته، وقت چندانیم نمونده ولی لازم میدونم که این مصاحبه رو یه مقداری در موردش صحبت کنم. آها این مقاله رو بخون اگر وقت داری، چون امروز آقای مناشه امیر رو میذاریم روی میز تشریح. اولا شما به من بگید کجای دنیا یه گوینده رادیو تلویزیون که خبر رو میدن دستش میخونه، احتمال زیاد رادیو تلویزیون اسرائیل هم دولتیه، این بعدن میتونه بیاد نقش یک مفسر سیاسی رو اجرا کنه؟ بله. من اگر کسی آمد بهم گفت آقا وقتی که انقلاب شد کجا بودی، میگم اهواورد شیراز بودم. وقتی که آقا سپتامبر 11 اینجا زدن کجا بودی، میگم وست آکسفورد ویرجینیا بودم. خاطرات خود من رو میتونم بگم، ولی اگر کسی آمد گفت که آقا به نظر شما فلان، میگم قربونت برم، من نه سیاست مدارم نه نمیدونم رشته
مددکار اجتماعی خوندم، بلد باشم، جامعه شناس نیستم، فلان اینا نمیگم، ولی خاطرات خودمون رو میتونیم بگیم. بذارید این رو بگیم که آقای منشامیر اینجا خواسته خاطرات خودش رو بگه، ولی اینجوری نیست. میان پایین تر میبینیم که آقای مناش امیر با یک زیرکی خاصی هنوزم اینجا این دوستان یهودی شیطنت میکنن و دست بردار نیستن. اون 2500 سال شاهنشاهی و داستان کوروش و داستان داریوش و اینا رو که چپوندن به شاه بیچاره و سرنگونش کردن، به جای خود گزارش سفیر اسرائیل از آخرین سالهای حکومت شاه چه بود؟ خب رادیو فردا در 40مین سالگرد انقلاب بهمن 57، رویدادی که در 14 گذشته زندگی ایرانیان را تحت تأثیر خود قرار داده است، در قالب 40 گفتگو با چهره‌های تاریخ‌ساز یا فعال ایرانی در سالهای منتهی به انقلاب و پس از آن، روایت آنها را از این رویداد و تأثیرات آن و نیز چشم‌انداز آنها از آینده ایران را باز جستیم. اولا شما به من بگید آقای منشه امیر کجا چهره تاریخ سازه، فعال ایرانی چه فعالیتی به غیر از یه جا استخدام شده، حقوق میگیره، هر کاغذی رو بدن دستش میخونه. نگاه کنید، اینه که باید مواظب باشید. رادیو فردا، نمیدونم وایس آف امریکا، بی بی سی، سوربی، این اون، هر که یه چیزی مینویسه، یه چیزی میگه، بهش رسمیت ندی. خب در برنامه دیگر از این مجموعه گفتگو به سراغ منش امیر رفته ایم، روزنامه نگار و گوینده بخش فارسی رادیو اسرائیل. در سال 57 آقای امیر 39 سال داشت و در اورشلیم یا بیت المقدس زندگی میکرد. او اکنون سردبیر بخش فارسی وبسایت وزارت امور خارجه اسرائیل است. در گفتگوی ویژه امروز از منش امیر که در آن روزها مسائل و تحولات ایران را زیر نظر دقیق داشت و اوضاع ایران را در تلویزیون اسرائیل تحلیل و تفسیر می کرد، درباره رویدادهای ماهای پیش از انقلاب و همچنین از پیش بینی چند مقام اسرائیلی در مورد وضعیت ایران پرسیده ایم. آقای منش امیر، ابتدا از همون روزها و سال 57 آغاز کنیم. شما اون موقع اوضاع را در ایران چطور می‌دیدید؟ روزهای خیلی جنجالی فلان اینها بود، اینا رو داشته باشیم. بیایم حالا سوالا رو می‌دونید پررنگ‌تر نوشتن، جوابای ایشون رو کم رنگ‌تر. می‌رسیم به یه جایی که میگه سفیر اسرائیل از 2 سال اولا یه جا میگه شاه چون مریض بود و تحت شیمی درمان بود یا کموتراپی بود، دیگه عقلش درست کار نمیکرد، قدرت تصمیم گیری ضعیف بود، اینجور بود اونجور بود. بعد یه دفعه میگه از 2 سال پیش سفیر اسرائیل آمده بود و به اسرائیلیا گفته بود که اوضاع ایران خرابه. اینجاست. بله، من میخواهم استناد کنم به گزارش محرمانه‌ای که سفیر اسرائیل در تهران 2 سال پیش از انقلاب برای وزارت خارجه اسرائیل فرستاده بود. قسمت‌هایی از این گزارش بعدها منتشر شد که در آن ارزیابی کرده بود وضع در ایران بسیار وخیم است و لرزان است. دوستان، هی نگید تا 22 بهمن ما پندار نیک، گفتار نیک، کندار نیک، کردار نیک داشتیم، یه دفعه 22 بهمن خمینی که آمد انقلاب کرد ما بد شدیم. از 2 سال قبلش سفیر اسرائیل گزارش داده که اوضاع در ایران خوب نیست. بله، میگه که وضع در ایران بسیار وخیم است و آنچه در ظاهر دیده میشود فریبنده است و احتمال زیادی دارد که حکومت ایران با یک بحران بسیار شدید روبرو شود. تهیه کننده این گزارش سفیر اسرائیل اوری لوبرانی بود که با وضع ایران آشنایی بسیار نزدیکی داشت و بعد از آن به اسرائیل برگشت. سالهای دراز هماهنگ کننده
عملیات در مورد ایران بود، ولی این گزارش منتشر نشده بود و تقریبا میتوانم بگویم که همه دستان در کاران سیاست خارجی اسرائیل غافلگیر شدند. اولا گوش کنید، سفیر اسرائیل وقتی رفته اونجا سالیان دراز هماهنگ کننده عملیات در مورد ایران بود. یکی من بگه چه عملیاتی اسرائیل در مورد ایران باید داشته باشه که این آقا هماهنگ کنندش بوده، به جز این که اسرائیل به ایران اسلحه میداد که با عراق به جنگ، از اون ورم با عراق اسلحه میدادن که با ایران به جنگ. بله آقای امیر، به تصور شما در آن روزها محمد رضا شاه در آن سالهای پیش از انقلاب تصمیمات درستی گرفته بود یا اشتباهاتی از سوی او روی داده بود که منجر به انقلاب شد؟ تصور میکنم، امیر میگه، آقای منش امیر، تصور میکنم برای پاسخگویی به این پرسش که چرا انقلاب ایران رخ داد سه عامل را باید در نظر گرفت. عامل اول بیماری شاه بود. مسلم میدانم وقتی انسان شیمی درمانی میکند ارادهش ضعیف میشود، قدرت تفکرش کمتر میشود، ضعف جسمی میگیرد و تصمیم گیری های برایش بسیار دشوار میشود. در 7-8 ماه پیش از انقلاب شاه به مدت یک ماه یا بیشتر از صحنه سیاسی ایران غایب بود و معلوم شد تحت شیمی درمانی بوده. من بر این باورم که اگر 3 یا 4 عامل برای وقوع انقلاب در آن شرایط قائل شویم، یکی بیماری شاه است. مسئله دوم ایران، مسئله دوم اینکه جنگ سرد در اوج خودش قرار داشت، یعنی اتحاد شوروی و در رقابت بسیار شدید با دولت‌های غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا بود. آمریکایی‌ها بسیار نگران بودند مبادا حکومت شاه که تصور می‌کردند یک حکومت پوسیده است فرو بریزد و کمونیست‌ها جایگزین شود. دوستانی که هنوزم امید به آمریکا بسید، از خودتون سوال کنید چرا آمریکا باید فکر میکرده که حکومت شاه یک حکومت پوسیده است؟ چرا کارتر وقتی اومد اونجا ژانویه یا یه همین چند ماه قبل از انقلاب گفت که شما ژاندارم این منطقه پرآشوب هستین، شما یک سکوی اعتماد، یه چیزی اینجوری گفت. ببینید پس این حرف آمریکا، اینا هم مثل آخوندا گفت فائزان که این جلوه بر محراب و منبر میکنن چون به خلوت میرون اون کار دیگر میکنن، گفتشون با عملشون فرق میکنه. اینجا میرسن به عامل سوم و آن رئیس جمهور وقت ایالات متحده جیمی کارتر است که از دیدگاه من هیچ آشنایی با سیاست بین المللی به ویژه روحیه و تفکرات ملت ایران و شرایط زندگی در ایران ندارد. یادآوری کنم اول ژانویه آن سال 1979 کارتر در تهران بود. شاه برای ضیافتی گرفته بود و کارتر جام نوشیدنی را بلند کرد و گفت ایران جزیره ثبات در دریایی متلاطم است، که منظورش خاورمیانه بود. این آون سوم، یعنی ناآگاهی آقای کارتر، منجر به این شد که رابرت هویزر افسر بلندپایه آمریکایی را به تهران بفرستد و او مأمور بود که زمینه را برای آمدن خمینی آماده کند، یعنی هویزر امیران را متقاعد بکند که مبادا کودتا کنید، مبادا خونریزی کنید. تصور میکنم که تلاش هویزر باعث شد امیران ارتش ایران که وظیفه‌شان دفاع از شیوه حکومتی بود اعلام بی‌طرفی کنند و کشور ایران را به دست خمینی و یارانش بسپارم. خب از این سوال میکنه حالا چه ترانه‌ای بذاریم؟ ایشونم ما ایرانی ها چقدر بدبختیم که این مرغ سحر و یار دبستانی من سالهای سال، تقریبا فکر کنم بیش از نیم قرن، این دوتا آهنگای ما شدن و ول نمی کنیم چون شرایطمون عوض نشده، شرایط همونه. یار دبستانی من، نمیدونم چوب و فلک، از اون ورم مرغ سحر نشسته، یکی بیاد این در رو باز کنه. خب بله، اینم همینو بر اصول آقای امیر، این روزها به نظر شما ایران اصولا به یک انقلاب نیاز داشت؟ ایشون حالا میگم من ایشون رو به عنوان مفسر و چیز سیاسی و تحلیلی نمیشناختم، حالا یه دفعه اینا رفتن به عنوان 40 نفر، یعنی شما این خیلی بده که اگر 40 نفر تو ایران بگیم در رابطه با انقلابات صحبت کنن یک مناشه امیر باشه. یعنی ما
یه نفر دیگه نداشتیم، 39 تا فقط داشتیم، یکی دیگه اش این بوده. بله آقای امیر، برخی میگویند تحولات منطقی و توانمند شدن اسلامگرایان در کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان ناشی از انقلاب ایران بوده. شما در این باره چه دیدگاهی دارید؟ نه، من این را کاملا رد میکنم. به عکس میگویم که انقلاب اسلامی در ایران بخشی از یک روند گسترده‌تر احیای اسلام فعال و اکتیو در سراسر جهان بود و اگر داعشی به وجود آمد یا طالبان یا جنبش‌های دیگری که افراطی اسلامی است، به علت وجود خمینی نبود، بلکه خمینی حلقه ای از زنجیر سربلند کردن اسلام افراطی بود. خب بر پایه آمارهای آقای امیر، پیش از انقلاب 80 هزار تا 100 هزار یهودی ایرانی در شهرهای مختلف زندگی می‌کردند که اکنون شمار آنها به 25 هزار نفر رسید. به تصور شما چه عواملی باعث خروج یهودیان ایرانی از کشورشان شد؟ اجازه بدید آماری را که شما گفتید من دقیق‌ترش کنم. آن این است: ما در ایران بیش از انقلاب 80 هزار یهودی داشتیم و امروز اگر بگویم 8 هزار تا مانده‌اند باز اغراق کردم. تصور می‌کنم چیزی حدود 6 هزار. یعنی خب، و اما شما برید بخونید که یهودیان مخفی، هم میتونید به فارسی تایپ کنید هم به انگلیسی، یهودیان مخفی. بعد از اینکه جنگ جهانی دوم و اون ماجرای هیتلر رو آمده اینا شناسایی کرده و چیز کرده، بعدش اینا تصمیم گرفتن یه سری یهودی تو دنیا مخفی باشن. اینی که الان بعضی رادیوها مثلا میگن آقای احمدی نژاد هم یهودیه، نمیدونم فلانی هم یهودیه، اینا خودشونو معرفی نمیکنن و فلانی ها، دنباله اون ماجرا. اگه کسی در این مورد میخواد صحبت کنه، اطلاعاتش کافی و وافی هست، دعوت میکنم که با ما تماس بگیرید. شماره تلفن تماس ما هست 202 695 2573 و خوشحال میشیم که از دانش، آگاهی، تجربیات شما ما هم چیزی یاد بگیریم و بهره‌ای ببریم و از این نمد آگاهی کلاهی بسازیم. اجازه بدید که من از شما خداحافظی کنم. ویدیوی آقای سبا تبار و این دوتا دکتری که از کانادا با هم به اصطلاح مصاحبه کردن براتون پخش کنم. امیدوار باشم که بتونم با آقای عابدی و اون دوستانم صحبت کنم. خانم تننازی قبلا نوشته بودند که هیتلر خدمتی به یهودیا کرد و خودش هم رفت، یعنی میگه با اون کشتاری که از اینها کرد، کاری کرد که اینها چنان بر مردم دنیا سوار بشن که حالا دیگه بیارشون پایین. میگن در مثل مناقشه نیست، ولی داریم ضرب المثل، میگن که یک خری رو که میبری بالای بوم، حالا پشت بوم، حالا شما بیا بگو چجوری میارم پایین. این ماجرای دوستان یهودیه. و اما آقای نیساری میگه کاکو در کشور پایتی ها پاپتی ها در کشور پاپتی ها آن که لنگ کفش به پا دارد پادشاه هست. دمپایی یادت چی میگفتیم تو شیراز؟ میگفتیم کفشک. چرا میگفتن کفشک؟ فکر کنم کفشمون که خراب میشد کهنه میشد، بعد تازه به عنوان دمپایی از استفاده میکرد. آمریکا و اروپا، آقا کاووسی میگه آمریکا و اروپا و شوروی به خاورمیانه مانند گوسفندان نگاه میکنن و برای آنها ملت‌های آن منطقه اصلا مطرح نیستند و جهان پنجمی ها نیز به آنها به عنوان جریان نگاه میکنن. آقای خورسندی میگه نکنه من هم یهودی مخفیم، خودم خبر ندارم. نمیدونم باید بیشتر بشناسیم تا ما تصمیم بگیریم و پشت سرت بگیم آقا این معانی خورسندی هم میبینی یک جودیه که نگو و نپرس. ما شیرازی ها سالهای سال با کلیمی ها همکلاس بودیم، دوست بودیم. حتی یکی از این دوستان میخواست منو ببره، هم دوره سربازی بودیم توی هوابرد و اون موقع منو تشویق میکرد که بیا بریم اسرائیل. بعد به منم میگه آقا نمیدونی چه بازنشستگی داره. من میگم آقا من از حالا به فکر بازنشستگی ولمون کنه اینا. و اشتباه خوندی کوکا. اولا من کوکا نیستم، کوکاکولا کوکا. کاکو بالایی درست نوشتی؟ بله. من نمیدونم چی اشتباه خوندم. خب شما بعد من نوشته شما رو خوندم، مردمم اینجا هستن قضاوت میکنن چی اشتباه خوندم. در هر صورت
وقت من تموم شد، 3:58 دقیقه است، 2 دقیقه مونده به 4 بعد از ظهر به وقت واشنگتن شرق آمریکا. روز جمعه سعی میکنم با شما باشم، بعدم باز 2 بعد از ظهر، و امیدوارم که آقای امیرحسین لادن هم با ما باشند. و اجازه بدید که من یکی دو تا از این برنامه‌هایی رو که ضبط میکنن خاموش کنم، ولی اون ویدیو رو برای شما بذارم روی مردم tv.com، روی youtube.com کانالمون، و روی فیسبوک هم شما میتونید از خود همون کانال آقای سبا تبار نگاه کنید، یا سعی میکنم لینکش رو اینجا هم بذارم. برنامه‌ای که دیدنش میدونید میگن ارزش دیدن داره، یا من دیدنش رو به شما توصیه میکنم، پیشنهاد میکنم. برنامه بسیار جالبی بود، صحبتاشون خیلی خوب بود، و یه جایی هم آقای سبا اشتباه کرد یا یه خانم اشتباه کرد، گفت یک خانم ناشناسی رو روی تلفن داریم. بعد خانم گفت که خب حالا چند مدت اصلا بعض وقتا تو تعارفا ما حرفامون غلط میشه، یعنی این خانمی که میاد مثلا اجرای برنامه رو در دست میگیره، بعد چجوری میتونه ناشناس باشه، شناخته شده است اینا، کارمون خیلی خرابه. درست میشه، چوپان رو جریان خوندی، آها به آنها به عنوان چوپان نگاه میکنن. نه اینجوری هم نیست آقای کاووسی، ببینید، یعنی شما میگی آقای ترامپ نگاهش به مردم آمریکا به غیر از نگاهش به دنیا هست؟ نه، این برای آقا نگاهش به بچه هاش، به زنش، این یه آدم خودشیفته‌ای هست، فقط خودشو دوست داره، هیچ کسی دیگر رو دوست نداره. اتفاقا دیشب جز همون مسخره که میکردن، بری برو حتما نگاه کن، طرف گفت که اینا حالا تازه دروغایی رو که این به زنهاش گفته که من دوستتون دارم، دروغایی رو که گهگاهی به بچه‌هاش میگه که شما آدم های موفقی هستین، اینا رو حساب نکردن. با این حساب نکردن اونها بیش از 10,000 دروغ در 800 روز گذشته گفته. آیا شما هنوز هم به ترامپ میتونید اعتماد کنید؟ من که نه اعتماد کردم، نمی کنم و نخواهم کرد. روز و روزگار بر شما خوش، مرسی که با ما بودید، حمایت از تلویزیون مردم رو فراموش نکنید، مرسی.